و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. نفت یک بار دیگه آبادان سیاه‌پوش شد. 28 مرداد 1357 2537 شاهنشاهی، دو روز پیش از فاجعه سینمارکس آبادان، اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ فرمودن ما به شما وعده تمدن بزرگ رو میدهیم و دیگران فکر میکنن که به شما وعده وحشت بزرگ رو بدن. این دیگه انتخابش با شما ملت ایرانه که 48 ساعت بعد سینمارکس آبادان توسط مرتجعین سرخ و سیاه با آتش کشیده شد. حدود 700 انسان بیگناه که فقط رفته بودن بشینن به دو ساعتی فیلمی نگاه کنن، خستگی در بکنن، در داخل شعله های خشم مرتجعین سرخ و سیاه با آتش کشیده شدن و آبادان سیاه‌پوش شد. دلیل کاملا واضح و روشن بود. البته در اون شرایط آبادانی‌های عزیز قبول نمی‌کردن، جو خیلی بدی حاکم شد و صنعت نفت آبادان رفت و اعتصاب و مملکت از نظر اقتصادی
ضربه شدیدی خورد و آغاز شد دیگه، آغاز شد آنچه که نباید بشه، که اولین ضربه رو خود خوزستانی ها خوردن. حمله عراق، ارتش بعث عراق به ایران، ارتش صدام حسین و اشغال خوزستان و کشتار وحشیانه دشمنان بعثی در سوسنگرد، دسفول، اهواز، خرمشهر، آبادان، اندیمشک و سایر شهرهای بزرگ و کوچک استان زرخیز خوزستان و مملکت به نابودی کشیده شد. اینطور که قرار بوده، هفته آینده، از شنبه آینده، حالا که دیگه به هر حال این اتفاق افتاده دارم عرض میکنم، صنعت نفت آبادان قرار بود که بره تو اعتصاب و فرقه تبهکاران یک بار دیگه یک سینما رکس آبادان به وجود آورد. منتها این بار دیگه نه سینمایی تو آبادان هست، نه اون کلوب های قشنگ و زیبا، و نه دیگه دلخوشی در اون شهر زیبا، در اون شهر بندریه که همه مردمش خوشحال، همه مردم سرحال و صدای خنده و صدای ساز و اون ساز مخصوص بچه های آبادان از همه کوچه پس کوچه های این شهر زیبا و کوچک و دلنشین به گوش می رسید، دیگه حالا خبری نیست. پس بهترین است که ساختمون رو سر مردم خراب بکنیم، این ساختمون پلاسکو. حالا از مسائل مهندسی که بگذریم، از مسائل ایمنی که بگذریم، که هیچ ساختمانی نه فقط در آبادان که در کل ایران پس از شورش 57 دیگه هیچ ساختمانی رو اصول ساخته نشده. هر کسی از گرد را رسیده میگه من مهندس چیزم، مهندس راه و ساختمانم، و ساختمون سازی میکنن، آتیش چیز درست میکنن، هر چی هر کار دلشون بخواد میکنن، و دیگه مملکت بی حساب و کتاب دیگه، کسی رو نداره، مملکت پدری نداره، آقا بالا سر مملکت شده اون بیمار روانی، اون بیشرف بزرگ لواطکاران، و این یکی شیره کسافتی که هر روز پرونده های کسافتکاری این مردک دیوانه روانی جنایتکار داره رو میشه. یه مش بچه پررو، یه مش آخوند بیناموس کشورمون رو اشغال کردن و یک بار دیگه فاجعه آفریدن در آبادان. معلوم نیست چقدر توی اون ساختمون آدم زندگی میکرده، چقدر داشتن اون اطراف خرید میکردن، چون گویا زیرش هم چیز بوده، پاساژ بوده، اینطور که من شنیدم. به هر حال مردم اونجا در رفت آمد بودن. حالا چقدر از مردم اونجا، مردم بیگناه، شما حسابش رو گفت صبح بلند شدی بری حالا یه چیزی میخواستی بخری، بری از اون مغازه‌های اونجا بخری، یه مرتبه ساختمون بریزه رو سر پدری که صبح بلند شده بره سر کار، به زن و بچهش گفته خداحافظ، مادری که بچهش رو گذاشته خونه بره بیرون خرید بکنه بیاد نهار چیزی درست بکنه. اینطوری آدم چه میدونه دیگه، یک مرتبه ساختمون بریزه رو سرت و بیای ببینی زنت و بچهت و عزیزانت رفتن زیر خاک، کی جوابگوه؟ هیچکی. الکی هم میان میگن آی پیمانکار رو گرفتیم، اینو گرفتیم، اونو گرفتیم، آی اینو بگیر، آی اونو بگیر، همش دروغ، همه چرت و پرت، از این در میگیرن، از اون در ول میکنن، به گربه میگن بدو، به سگ میگن بگیرش. اتحادیه اروپا داره فشار میاره به ایالات متحده امریکا، آقای سپاه پاسداران رو از توی لیست تروریستت وردار، بذار ما خرید فروشمون رو بکنیم، حالمون رو بکنیم، بلکن بابا گور پدر ملت ایران، ما زحمت کشیدیم از سال شهریور 20 تا سال 57 که شاه رو برداریم ببریم این بلا رو سر ایرانیا بیاریم، ایرانیا رو باید بزنید بکشید، اینا باید تو فقر و فلاکت و بدبختی و اعتیاد و فحشا و بیکاری و بیماری و توی رذالت و پستی و بدبختی و تو این داستان ایرانیا باید زندگی کنن. چه ایرانی بخواد بیاد بگه پیش به سوی دروازه های تمدن و بازی های آسیایی تهران و تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و جام ملت های آسیا و ایران ایر و نمیدونم هتل هیلتون و هتل آریا شرایتون و بخور بخور و دانشجو بفرست خارج و ایرانیا پاشن بیان تو کشورهای ما بهشون تعظیم بکنیم، دیگه اصلا پاسپورت رو نمیکنن، با شناسنامه هاشون میان به کشورهای ما، تمام دنیا باشون در ارتباط، در تهران و در شهرهای بزرگ ایران بانک
ایران و انگلیس، ایران و ژاپن، ایران و نمیدونم هلند، ایران و فرانسه، سفارت ها همه هست، سفارت های شاهنشاهی ایران در سراسر جهان شامپاین آویزون کردن، خاویار آویزون کردن توی داخل سفارت خونه هاشون. سفارت خونه نیست، هر سفارت خونهش خدا میلیون فقط خرج دکوراسیونشه. نه باید این چیز زندگی کنیم، بزنید تو سرشون اسمش هم بزنید جمهوری اسلامی، شپش هم بردارید بزنید تو پرچمش، تبدیلش کنید به یه ملت بدبختی که از پاکستان، از طریق عراق، از طریق ترکیه با اسب، با اولاغ، لای گوسفند، لای بز فرار کنن، خودشونو برسونن ترکیه، اونجا بهشون تجاوز بشه، کتکشون بزنن، فلان بکنن، بدبخت بشن، برن دست دراز کنن جلوی یو ان. تو رو خدا ما رو بذارید بیاریم کشورتون، دانمارک بگه 40 تاشو من قبول میکنم، فرانسه بگه 6 تاشو من قبول میکنم، شمال قطب شمال نروژ بگه باشه گناه دارن، 100 تا ایرانی رو من قبول میکنم. اینا رو بعد باشه اینطوری برخورد کرد، نه که بیان بگن زنان ایرانی شدن دانشمند اتمی، مردان ایرانی میخوان بشن نمیدونم برن تو ناسا و اینا خیلی داستان دارن این ایرونی ها. بعد پشتشون هم 2500 سال تاریخ خوابیده. بعد اینا یواش یواش که حالا این زیر قبقبشون پر گوشت و مرغ و اینا بشه، تازه حالا میخوان بگن که آره بابا ما هم هستیم و حالا ما هم حق وتو میخوایم، ما هم میخوایم یه دونه چیز بفرستیم اون بالا پیش آقا خدا بره تو کره ماه، مثلا بگیم این ور کره ما هم مثلا اسمشو میخوایم بذاریم چه بدونم تیکر، اسمشو بذاریم خیابون خیام، اونجا اسمشو بذاریم خیابون مثلا سعدی، ما هم میخوایم، ما هم تو کره ما چیز داریم دیگه، ما هم اونجا سهم داریم. بعد نیرو هواییش حالا میخواد بیاد با نیرو هوایی آمریکا کلکل بکنه، جووناش میخوان بیان با هواپیماهای مدرن اون بالا با خلبانای آمریکایی و انگلیسی و روسی اونجا کلملاق بشن و مانور بیان، و بعد نیرو زمینی میخواد و صاحب 5-6 هزار تانک میخواد بشه. بله بعد نفتم که داره، گازم که داره، هیچی، فردا برو سیگارم بکش. نه اینا رو بزنید تو سرشون، ساختمون پلاسکوشون رو بریزین رو سرشون که وقتی رد میشن نگن آخه اینجا ساختمون پلاسکو بود، آره مامان جان اینجا یه داستانی بود، یک شبهایی بود، اونجا ساختمون آلومینیومه، اونم میارم با این. بله اونجا سر سرویس گل بود، اینجا یه عروسیایی برگزار میشد. نه داغونشون کنید، سینما نیاگارا رو داغون کنید، سینما پاسیفیک رو داغون کنید، سینما آسیا رو درب داغون کنید، تمام لاله‌زار رو بزنید درب داغون کنید، میامی رو درب داغون کنید، باکارا رو بکنید تویله، کاباره نمیدونم مولان روژ بکنید پارکینگ، اونجا رو بکنید حسینیه، درب داغونشون. هیچ جا تو تهران نذارید هیچ آثاری باشه، خیابونا رو کجکی درست کنید، درختاشو قطع بکنی، پارک سایی رو منفجر کنی، پارک شاهنشاهی مثلا بریم وسطش لوله بکارید. بله بعد حزب اللهیا رو ول کنید تو خیابونا، توف بندازن، تخمه بریزن تو خیابونا، به جوبا نرسید توش پر موش بشه، پر سوسک بشه. بابا ما اومدیم تخریب کنیم، اگه قرار به سازندگی بود خوشا داشت میساخت دیگه. جیمی کارتر مگه مغزش معیوب بود ما رو برداره بیاره چیز؟ جیمی کارتر چرا ما رو برداشته آورده؟ جیمز کالاهان و جیمی کارتر و هلموت اشمیت و جیسکاردستان چرا نشستن تو گوادالوپ نقشه کشیدن؟ چرا نشستن اونجا ویسکی کوف کردن گفتن که تموم شد، بالاخره شاخشون رو شکستیم؟ خب میخواستن این بلاها رو سرمون بیارن دیگه، میخواستن اینجوری بکنن که هر روز ما بیایم جلو دوربینا مشکی پوش گردنمون مثل گلابی کج کنیم، بگیم به مردم آبادان تسلیت میگیم، به اصفهان تسلیت میگیم، شیراز تسلیت میگیم، اهواز تسلیت میگیم، مشهد تسلیت میگیم، به تبریز تسلیت میگیم، دریاچه رضایه رو خوش کردن، سپید رود رفت، زاینده رود رفت، رودخونه کرج دیگه آب نداره، بابا دیگه آب نداره، مامان دیگه نان نداره، دیگه مرد ایرانی شرف نداره، آبرو نداره، زن ایرانی دیگه هیچی نداره. اصلا بابا هیچی نداریم، تسلیت میگیم، خیلی تسلیت میگیم، انا ان الله ان ناصرخان حجازی مونم رفت، همایون بهزادی مونم رفت، همه رفتن، تسلیت میگه. همش غم غم، هی غم بکنید تو دل ملت ایران، چون ملتی که غم بره تو وجودش میشه هند. حالا تو 400 هزار تا بمب اتم بده به هند، هندی عادت که شما سازای هندی رو گوش کنی، این سیتارشو که میزنه اصلا وسط شب عروسیت باشه آهنگ هندی رو که گوش میکنی، همین از لای درخت ها میپیچن و علف میجوان و ملاق میزنن تو چمن ها، همش میگه عشق جوانی محبت کردهی، نه 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 نه، اصلا غم تمام وجودت رو میگیره. خب این به این ملت میشه حکومت کرد؟ نه بریم مثلا واسهشون الویس بیاری، مایکل بسکون بیاری، اون یارو جورج مایکل بیاری، این یکی اینو بیاری. نه این ملت جمیله نمیخواد،
نه بابا، اون میخواد بیاد برقصه و مردم رو شاد بکنه و این ملت آهنگ شازده خانم نمیخواد، همین به همین چیزها رو واسه شون بخونی. دیدی دیگه آهنگ های جدیدی که جوان ایرانی رو عادت دادن به آهنگا، مثلا عشقی میخونن، اومده با نبودی یا کجا رفته بودی، باشو بیا منو ببر، اگه نری منم نمیام. نو هست آهنگینش کردن. بله فوتبالمون غم، آهنگ غم، سینماها همون داستان زندگیتون رو تبدیل میکنن به فیلم، گلزار هروئینی، مهناز افشار فلون فلون شده پولشوی که چش بچهای مردم همه رو کور کردن با شیر خوش دیگه، اون یکی در به داغون چوسونه رهنما، اون که میگه فدای دلتون بشم، نمیدونم حال دلتون چطوره، اون که میگه حال قلبتون چطوره، مهران مدیری، این تنه لشا، اینا بیان بشن جای ملک موتی و جای فردین و جای بزرگان سینما ایران. بابا بزنید تو سرشون دیگه، بزن تو سرشون. جیمی پسر کارتر بزن تو سرشون، هلموت صدر اشمید بزن تو سرشون، والری نوه گاردستان بزن رو سرشون، بزنید این ملت رو، بزنید خار و مادرشون رو بیارین جلو چشاشون. اینا رو اگه ول کنید، اینا یک بار 50 سال از دست ما در رفتن، تازه 50 سال هم نه، 50 سال هم نه، از سال 46 که اون خدای جهان آریامهر بزرگ ابرمرد بی بدیل تاریخ ایران و جهان که اون تاج گذاشت رو سر خودش و شهبانو رو از زمین بلند کرد، یعنی زن ایرانی رو، بانوی ایرانی رو از زمین بلند کرد، از سال 46 تا 56 دیدی چیکار کردن ایرانی ها؟ سومین ارتش، پنجمین ارتش غیر اتمی جهان، سومین نیروی هوایی جهان، ورزشکارانشون از 1968 تا 1980 هیچ تیم فوتبالی تو آفریقا و آسیا و اقیانوسیه نتونست فوتبال ایرانو شکست بده. کشتیگیراشون فقط می‌رفتن توی مسابقات جهانی و مسابقات المپیک، به علاوه وزنه برداراشون طلا بود که درو میکردن، نقره میگرفتن ناراحت میشدن، برونز میگرفتن ورزشکارای ایرانی گریه میکردن، رکورد میزدن. زنان ایران اومدن رفتن، والیبالیستای ایرانی، زنان ایرانی با بسکتبالیستامون رفتن با ژاپونیا و کره ای رقابت کردن. خب این تازه 10 سال تو حسابش، یه 10 سال دیگه اومد بود اون 10 سال، یعنی به جای 57 این برا سر رو میومد، ما تو 67 کشیده بودیم خودمونو. خب دیگه تو حسابش، ما الان کجا این دنیا قرار گرفتیم؟ ما الان در این دنیا در کجای این کره زمین تو چه جایگاهی قرار گرفته بودیم؟ الان میگفتن مثلا زیباترین شهر پایتختای دنیا تهران 100% جزو 5 تاش بود، زیباترین شهرهای دنیا اصفهان و شیراز ما 100% جزو 5 تاش بود، آبادان ما جزوش بود، اهواز و تبریزمون جزو شهرها بود، قشنگترین سواحل دنیا سواحل دریای مازندران، گیلان و مازندران ما، سواحل جنوب ما 100% جزو 5 تا سواحل زیبای جهان بود. اینا بود، میگفتن آقا بهترین پروازهای جهان ایران ایر در صدرش بود، دیگه با کله میرفتیم تو دک و پوز بریتیش ایرویز و سوئیس ایر رو میزدیم در دک و پوز اونها داغون، که همه جهانی ها میادن با هواپیماهای ما پرواز میکردن. آقا قرار بوده ما توی اروپا صاحب پمپ بنزین بشیم، قرار بوده که هر روز صبح و اول صبح اروپایی‌ها که میخوان برن بنزین بزنن برای سر کار، نگاه میکنن میبینن قیمتا رو زده دیگه. در اروپا هم میدونید مثل امریکا این بنزین هر 3 ساعت 4 ساعتی یا 5 ساعتی یا هر 6 ساعتی به هر حال این میره بالا، یه سنت یه سنت، یه قرون دهشه میره بالا میاد پایین. هرچی این میرفت بالا، پمپ بنزینی که مال دولت شاهنشاهی ایران به نام پرچم اگه اشتباه نکنم، دقیق نمیدونم، این قرار بوده هرچی اونو بنزینشون میره بالاتر این بیاد پایین تر. مثلا شما میرفتی یه لیتر بنزین میزدی، حالا بنزین گازوئیل سوپر حالا هرچی میزدی، یک و مثلا 53 تو اون پمپ بنزین به تو بزن 1.50، واسه خاطر 3 سنت اروپایی ننش هم میده، ننش چیه، زنش هم میده، زنش چیه، اصلا خودش هم میده. اینا اصلا عادت دارن به دادن همه چی. بعد و تو صبحش که یارو میگه برم اونجا، بعد هر کس می اونجا بنزین میزد بهش کوپن میدادن، این کوپنه تو روش مهر میزدن، مثلا 4 دفعه 5 دفعه اونجا بنزین میزدی، مثلا بار بعدی میرفتی یه 5 لیتر بهت مجانی بنزین میدادن، اونم به اروپایی گدا گشنه که با زنش میره بیرون میگه که پول، تو پول داری تو جیبت، من میخوام رو پیتزا بخورم و بنزین خودت پول برده بیا. بله خودش پیتزا میخوره، مثلا زنه میگه من رو پول ندارم، میگه بس سوپ بخور. بله من پیتزامو میخورم. تو حسابش کن واسه هر لیتر بنزین 3 سنت بیاد پایین. خب تو حسابش بکن، خب کجا میومدن بنزین میزدن؟ خب اونجا بنزین میزدن دیگه. بعد اتومبیلایی که قرار بود در ایران ساخته بشه، حالا نه به دار بود نه به بار بود، شولت ایران داشتیم، کدیلاک داشتیم، آریا شاهین داشتیم، سیمرغ داشتیم، جیپ داشتیم، هنوز نه به دار بود نه به بار بود. بعد چپیانش نشستن گفتن مونتاژ حلبی، مونتاژ حلبی، مونتاژ، چون عواملشون هستن دیگه، عواملشون همه جا هستن. تسلیت میگم به مردم آبادان،
و متاسفم، نمیدونم چی بگم، واقعا میگم نمیدونم چی بگم، خسته شدم انقدر گفتم. تسلیت میگم مردم آبادان، تسلیت میگم کشاورزان اصفهان، تسلیت میگم مردم شیراز، تسلیت میگم بچهای کازرون، تسلیت میگم بچهای ایزه، تسلیت میگم بچهای اهواز، تسلیت میگم به کرموشا، تسلیت میگم به همش کارمون شده تسلیت گفتم. چرا؟ خیلی ساده است. یه ملتی اومد تو خیابون گفت تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. حالا هممون باید کفن بشیم. اون یه نفر بود، شاه کفن شد، رفت استخوناش هم پوسید. حالا ما داریم ذره ذره تاوان اونو میدیم. بازم بهتون میگم تا پیکر به امانت سپرده شده یا آن خدای بیبدیل تاریخ ایران و جهان، خدا بود، شاه خدا بود، شاه خدا بود، تا موقعی که پیکر اون خدا بیامرز و با احترام نیاریم تو ایران در باغ بهشت به خاک نسپاریمش، معذرت خواهی نکنیم. از آبادان تا مشهد، از تبریز تا زاهدان، از بندرعباس تا رشت، همه ایرونیا، از سنندج ببرو تا سنان، از کرموشا ببرو تا یزد، از کرمون ببرو تا رضایه، هممون باید بریم سر خاکش هر روز صف به صف، دبستانی، دبیرستانی، کارمند، کارگر، کشاورز، بازنشسته، ارتشی، لشکری، کشوری، دانشجو، همه ایرونی ها هر روز اصناف مختلف برن اونجا تعظیم و گل و یه جمله ما رو ببخش پدر، ما دلت شکستیم، 37 سال دادی ما خوردیم و بهترین نوشیدنی ها، بهترین گوشت، بهترین خوراکی، بهترین خورش، بهترین برنج، بهترین ماهی، بهترین مرغ، بهترین رخت و لباس ها، بهترین ها رو به ما دادی. هر روز داشت بهتر می شد، فقیرم بود، فقیرامونم یواش یواش داشتن درست می شدن. آره هنوز طبیعی درآمد سرانه اونجوری نشده بود که دیگه همه آروغ بزنن گوشت گلوشون بیاد بیرون، ولی آبگوشت میخوردیم، نون و پنیر داشتیم، نون اشکنه ای میخوردیم، بابا نون سبزی که میخوردیم دیگه، این که ارزون بود، یه قالب پنیر و یه نون سنگک و یه ذره سبزی دیگه چیزی نمیشد صحبت بر سر 15000 2 تومن 25000 3 تومن 3 تومن 5000. بابا یه آبگوشت میخوردیم 25000، با ترشی و چای و مخلفاتش میشد 4 تومن، 4 تا تک تومنی سیر میشد دیگه، یه آبگوشت، اونم اون آبگوشت، آبگوشت تمیز با اون گوشت و با اون نخود و با اون تشکیلاتش. ما رو ببخش اعلیحضرت، غلط کردیم، ببخش، خون دادیم، جوونامون رو دادیم، تمام شهرامون، قبرسونامون آباد شد، مملکتمون ویران شد، هر چه تو ساختی در به داغون شد، خوشسالی شد، قحطی شد، ملخ اومد، سوس اومد، مارمولک اومد، چرنده اومد، خزنده اومد، خمینی اومد، بیناموس اومد، بی پدر و مادر اومد، رعد و برق اومد، آتش فشان شد، کوها رو ریختن رو سرمون، خاک دارن با چیز از عراق خاک میکنن تو حلقوممون، کردامون رو کشتن، ترکمنامون رو کشتن، بچهای عرب زبان رو کشتن، آذری ها رو کشتن، اعلی حضرت بد بلای سر اومد. ما رو ببخش دیگه، غلط کردیم دیگه، چند میلیون کشته دادیم که پیکر تو که مثل آدم میتونستیم توی این مملکت از وجود خودت و پسرت استفاده کنیم، نکردیم. حالا چند میلیون کشته دادیم آوردیم، ما رو ببخش اعلی حضرت. تا موقعی که به این مرحله نرسیم، امشب آبادان، فردا شب نوبت شیراز، پس فردا نوبت یزد، پس اون فردا نوبت مشهد. من ندیدین تهران، مگه ندیدین سینا اون یارو چیزو ساختون پلاسکو رو؟ آره تمام ساختونا که تو تهران ساختن همشون رو میریزه، زیرزمینا رو همه رو خوش کردن، ولمون نمیکنن. راحتتون کنم ملت، تا تو ایرونی میهن پرست نشی درست نمیشه اون مملکت. حالا هی ما بیایم بشینیم بگیم آقا مردم دست خالی نرید خیابون، مردم کوکتل مولوتوف درست کنید، مردم، اصلا من چقدر احمقم که اینا رو میگم؟ با حرف ما درست نمیشه ملت. من برمیگردم سر همون حرف اولم، من برمیگردم سر خط. تا ایرانی میهن پرست نشود آن وطن وطن نشود. اینا چرت و پرت، تا آخوند کفن نشود آن وطن وطن نشود، تا اولج انجلز کفن نشود. منم خودم دارم پرت بلا میگم بعضی موقع، حقیقت امر اینیه که الان من دارم بهتون میگم، تا ایرانی میهن پرست نشود آن وطن وطن نشود، تا ایرانی معنای میهن پرستی رو نفهمه آش همینه کاسه همینه. ما باید بفهمیم، باید بفهمیم، ما ایرانیان باید بفهمیم، ایرونی باید بفهمی
که وطن بالاتر از همه چیزه، همطور که رضا شاه بزرگ فرمودن، وطن بالاتر از همه چیزه، وطن بالاتر از خداست. تو وقتی وطن نداشته باشی، مثل الان من وطن ندارم، من واسه خدام دیگه تره خورد نمی کنم. خیلی راحت بگم وقتی وطن ندارم کدوم خدا، کدوم دین، حالا من یهودی، من مسلمان، من بهایی، من هرچی، من وطن ندارم. من وطن که نداشته باشی، نه دین داری، نه آیین داری، نه آبرو داری، نه فک و فامیل داری، نه هویت داری، نه شناسنامه داری. حالا بیا تو پاس امریکایی بگی، پاس کره مریخو بگی. الان من ساختمون داشته باشم تو آلمان، یه ویلا داشته باشم 500 میلیون یورو، 50 تا اتومبیل پارک باشه اینجا، هر شب از ما بهترون بیام منو بمال بمالم بکنن، ماساژم بدن. شمرون کجاست؟ گردوهای شمرون کو؟ لبو کو؟ امجدیه کجاست؟ ساندویچ تخم مرغش کجاست؟ جام تخت جمشید کجاست؟ سینما نمیدونم تخت جمشید کو؟ اون کو؟ رضا بیک امامبردی کو؟ تا ایرانی میهن پرست نشوی، این وطن وطن نشود. حالا دیگه هر فکری دارید برید بکنید. بریم این تصاویر غم انگیز رو ببینیم و هیچ اتفاقی هم نمیفته. چه دروغ بگم؟ اینطوری که من دارم میبینم، نه، از این ملت آبی گرم نمیشه. خدا وکیلی ما هم بی خودکی داریم فکرمون رو درد میاریم. رفیقای من دارن، من جناب مهندس خوبرون دستت اون 11 چند بود؟ آره 11 و 12 و 13 رو دستت درد نکنه جناب مهندس، اون حاضر آماده بکنی. رفقای خود من، دوستان خود من، اینه که باشون تو خارج از کشور آشنا شدیم 8 سال 10 سال، چشمون تو چشم من میبینم، میگم بابا رضا بی خیال شو، رفتم ایران اومدم حالمو کردم، عشقمو کردم. این حالم مرد ایرانی وقتی بهت میگه حالمو کردم، عشقمو کردم، میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی که چه گویه؟ یعنی رفتم اونجا با کسی که هم سن دختر خودم بود، گفتم خب کلاتو بذار بالاتر، میذارن زیر خنده. آره عمو رضاست دیگه. نه واقعا جدی گفتم، کلاتونو بذارید بالاتر تا عمری بتونم میام. کسی که غم بی وطنی نداشته باشه، کسی که دلش به حال بچهای اون مملکت نسوزه، آدم نیست. آدم باید آدم باشه، آدم بشید. زندگی فقط مونی نیست، پول نیست، دلار نیست، زندگی آدمیته. آدم باید آدم باشه. من همیشه این تکه کلامم بوده به بچه‌ها، آدم باید آدم باشه، آدم باشید، آدم باشید. قصه مملکتتون رو بخورید، قصه بخورید واسه اون ملت، اقلا غیرت داشته باشید قصه بخورید واسه اون ملت بدبخت بیکس که امروز اتحادیه اروپا بیاد به آمریکا بگه این کثافت سپاه پاسداران از چیز تروریستی در بیاد، بشینیم با هم حالمون رو بکنیم بور پدر ایرونی ها. ملت غیرت داشته باشید، یه مو چشم آبی در به داغون چوسونه نذارید بهتون حکومت کنه. به خدا اینا هیچی نیستن، اینا 500 تاشون به باد کشیده یه ایرونی بند نیست، هیچی نیستن. کسی که ناموس خودش با دو تا آبجو پاسکاری کنن شبا، همونطوری که تو لجنجلس داره پاسکاری میشه شبا. جناب مهندس لطف موعد بفرمایید اون سه تا شماره آخری رو، دستون درد نکن. الان آبادان متروپول ریخت، متروپول ریخت آبادان. وای خدا، وای خدا، بیاین این ور، بیاین این ور آقا، آقا بیاین این ور، بیاین این ور، داره میریسه. نگاه کن ماشینا رو، نگاه کنید، نگاه کن، نگاه کن ماشینا، نگاه کن. این خیابون امیری متروپول، ماشین زیر آوار مونده، ماشین زیر آوار مونده بدبخت. نگاه کن چیه خدا، کل متروپول اومد پایین. ما عبدالباقی، این ماشین آبادان، خیابون امیری، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن وضعیت، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کنین کامل ریخ. مغازه ها پایینش هم همه پر بود، همه گیر کردن. به نام خدا و با سلام، این جانب حسین عبدالباقی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانسازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمانسازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند
و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدند. نشست کرده و شکم داده و به گفته مهندسان نظام مهندسی آبادان این ساختمان حتی به افتتاح هم نخواهد رسید. انقدر سازه این ساختمان سسته و انقدر وضعیتش بده که اگر حجم دیوارها بیاد روش و حجم نما روش بیاد، حداقل دو طبقه از این ساختمان میریزه. این چیزی بود که حسین عبدالباقی میخواست پنهانش کنه مردم. کسانی که دارید سرمایه هاتون رو، پول هاتون رو میذارید توی مجتمعی که به این وضعیت داره ساخته میشه، هوشیار باشید. وقتتون بخیر. ساختمان عبدالباقی کامل ریخ، مردم زیر آوارن، ماشینا همه له شدن، امیری داغون داغون. این عبدالباقی برای آبادان پاسای زد، همه شیخ پایین. ای گفتن آقا میریزه، حرف گوش نکرد کسی، مردم همه زیر آوارن. ساختمون کامل ریخته پایین. چقدر آدم توی ساختمون بوده، همه داغون، اوضاع خراب. تو امیری مردم دارن تلاش میکنن همه از زیر آوار در بیارن. سر اینه که بسیاری از مشکلاتی که مردم مطرح میکنن در برنامه برمیگره به حوزه شهرداری و ما از شما همیشه دعوت کردیم، خواهش کردیم، اونم با احترام که انشالله جوابگو باشید. حالا ما همیشه جوابگوی رسانه محترم هستیم تا زمان که رسانه حد خودش رو نگه داره. مطمئن باشید ما جزء وظایفمون جواب. خب بسیار خب، بسیار خب. بحث بین من و شما اصلا نیست. مطمئن باشید که برنامه باسا و یا دیگر همکاران ما در رسانه ملی، ما مطالبه گر هستیم و مطالبات مردمی رو حد و حدود ما مردم دارن مشخص میکنن آقای شهردار. و ما خدای نکرده این تا زمانی که خط قرمزا رد نشود، من شخصا در خطر. بله حالا من خط قرمز شما رو نمیتونم و نمیشناسم. قربان شما، ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. من خط قرمز تعریف میکنم براتون. خدا خدای نکرده این تا زمانی که خط قرمزا رد نشود، من شخصا در خطر. بله حالا من خط قرمز شما رو نمیتونم و نمیشناسم. قربان شما، ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. من خط قرمز تعریف میکنم براتون. خدا آبادان، سردار آبادان، کی سردار آبادان؟ حمیدپور. من به حمیدپور سردار آبادان. من به حمیدپور سردار آبادان. من به حمیدپور سردار آبادان. سپاس از شما جناب مهندس شاهی گرامی. بچه‌ها خواهش میکنم، همیانان عزیز یادمون رفت، بچه لطف کنید به سنگر کمک کنید، بیشتر کمک کنید که ما بیشتر حرص بخوریم. دستون در هم شما پول بدید یه جیب شما خالی بشه، هم ما اینجا بیشتر فرصت داشتیم بیشتر حرص بخوریم. به خدا کارمون همین شده دیگه. ما بیام التماس بکنم شما عجیبتون پول در بیارین بدید به ما که ما اینجا بیام بشینیم بیشتر حرص بخوریم. معنیش همینه دیگه. آره، مثلا به جای اینکه شما ما این پولی که داریم از شما جمع میکنیم بتونیم بزنیم به یه زخم مملکت، بیام اینجا بشینیم بیشتر حرص و جوش بخوریم. شما رو به خدا همین الان دیدید شهردار رو؟ همین الان، همین چیزی که الان جناب مهندس براتون پخش کرد، شهردار شهر آبادان رو دیدید داره مصاحبه میکنه، داره چی میگه؟ میحال شما ایشالا تشریف بیارید اینجا تا ما خط قرمز رو به شما نشون بدیم. رسما و علنا داره به خبرنگار، حالا نگه خبرنگار، اینم یه اطلاعاتی مثل اون، جفتشون اطلاعاتی هم دارم اون صحبت میکنم، رسما و علنا داره چیز میکنه، داره تهدید میکنه. یه مش لات و لوت و معلوم نیست اینا رو اصلا از کجا جمع کردن. نه سواد دارن، هنرپیشش بی سواد، فوتبالیستش بی سواد. این حمید استیلی یادتون میاد؟ ای بهتون میگفتم این چه بی پدر و مادریه. بفرما تقش در اومده با یکی از ماموران اطلاعاتی، بعد میاد میشینه توی
طویله یه پسر هست نم اسمش سینای چیچی، بی شرف بی پدر و مادر اطلاعاتی، میشینن با این گفتگو میکنن و اصلا یک مشت جک و جونور جمع شدن دور هم دیگه، یه مجموعه درست کردن به نام جمهوری اسلامی، فوتبالیستش مأمور، هنرپیشش مأمور، دکترش مأمور، پرستارش مأمور، مهندسش دوز، شهردارش لات چاقوکش. و چرا؟ طبیعیه، چون رهبر مملکت کی بوده؟ رهبر مملکت کی بوده؟ یک بیمار روانی، یه روزخونه بی سواد تو تمام طول عمر زندگیش، اون بیناموس بیشرف، اون خمینی کثافت گور به گور شده تو تمام طول عمر زندگیش یک دونه مثلا قبض آب و برق نرفته توی مثلا بانک بره قبض آب و برق خونه خودشو بره بپردازه. اصلا نمیفهمید چه گذفته یعنی چی، اصلا نمیفهمید بانک یعنی چی. واسه همینه میگفت اقتصاد مال خر است، اون مردی که دور از جون خر، اون یاب و علفی. بعد توی لجنجلس علی منقلی به این میگه آقای خامنه ای، آقای خمینی. لگن فروش دوز به میگه آقای خامنه ای، آقای خمینی. بعد نه، ما باید مؤدبانه صحبت کنیم. بعد نوبت شاه که میشه، شاه مملکت رو به مسخره میگیرن. هست دیگه، تمام فیلماشو گوشتم براتون تو کانال دیگه، کانال تلگرام. شنتیکه میندازن به پادشاه مملکت. آقا یه مش، یک جریانی دست به دست هم دادن، یک گروه مافیایی تو دنیا دست به دست هم دادن برای تخریب ایران، برای کشتار ملت ایران. به خدا هیچ انشای دیگه توش نیست. آن تو نگاه کن، حالا نگاه کن آقای مهندس، یک و دو رو لطف محبت بفرمایید. آقا شما نگاه کن ببین کدام دولتی در دنیا اینجوری با ملتش برخورد میکنه. من خیال کردم عراق حمله کرده به دسفور. آقا جو اینا خودتو نگاه کن. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید یک و دو رو. سپاس از شما جناب سیاوش گرامی. دیدی خانم آقایون، 43 سال کار و زندگی ما شده با اینا، این 4 نسل تو خیابونا از دست اینا دارن فرار میکنن. 4 نسل توی خیابونا با سنگ اینا رو قشنگ ایرانو کردن مثل فلسطین. 4 نسل میان وای میسن جلو ما با اسلحه گر، یه مش لاشخور و مسلح کردن به سلاح گم، میگن بزن. اصلا قشنگ مشخصه اینا دشمنن. و یعنی بله، تو هر مرکز تظاهرات میشه، پلیس میاد، پلیس ضد شورش میاد، آپاش دارن، گاز اشکاور میندازن، هرچی مردم بیشتر فشار بیارن پلیس بیشتر مقاومت میکنه. ولی در همین حد بالاش این ماشینا میان با این آبای فشاری و فشار قوی با آب داغ دیگه نمیاد آر پی جی 7 بگیره و قمه بگیره و موتور سواراشو بفرسته و مستقیم بزنه تو چکوبک ملت. خارج از کشورم تمام تلویزیونای خارج از کشور غربیام سکوت مطلق، بایکوت مطلق. حرفم که از دهن بچه‌ها در میاد تو این اینستاگرام و تو
حالا هر جا فیسبوک و اینا ببندینشون، اکانتاشون رو ببندین، کانالاشون رو مسدود کنین، منفجرشون کنین، دیگه نذارین بیان اینجا و اختیار بهشون بدین. بابا بچه ها دارن فقط فیلم های تظاهرات ها رو پخش میکنن، چیز دیگه پخش نمیکنن. نه ببندین، نه خشونت را نشان ندین. بی پدر و مادر ها، شما اینا رو سر کار آوردین، ما داریم خشونت کسانی که شما سر کار آوردین داریم نشون میدین. من که نرفتم خشونت کنم، مگه من رفتم اسلحه گرفتم روی موتورسیکلت نشستم دارم میزنم؟ من مورد ظلم قرار گرفتم، من مظلوم دارم اعمال ظالم رو نشون میدم. تو اومدی به من مظلوم میگی تو حقته که کتک بخوری، چشمتم کور، اونی که ظالمه دمش گرم. اگه بر علیه ظالم حرف بزنی ما به توی مظلوم میگیم که تو تروریستی. بله نداره، من و شما نداریم، ما شاختونو بردیم که مرده و زنده تونو بیاریم جلو چشامون، چون مرده و زنده مونو قرار بوده بیاریم جلو چشامون، چون قرار بوده که در سال 1360 بیش از 4 میلیون توریست بیاد تو کشورتون. ما آمار و ارقام زیر دست خودمونه. پس شما خیال کردید ما تو سازمان ملل میگیم سازمان یونسکو، سازمان خاربار جهانی، سازمان نمیدونم بانک بین المللی جهانی، سازمان زهرمار، سازمان مبارزه با بیسوادی، خبرنگار بدون مرز، نمیدونم پزشکان سوار خر، پس خواهیم کنم اینا علکی اینا رو درست کردیم؟ ما اینا رو درست کردیم که آمار تو دست بالمون باشه. ما الان میدونیم در ایران تعداد معتادات چقدر، وضعیت چیز پولیتون تو ایران چقدر، ارزتون جریانش چیه، خزانتون چیه، خزینتون چیه، ما تمام حساب کتاب. پس چرا دلار 68 تومنتون شده 32000 تومن؟ خب همین دست ماست. ما میدونیم چه بلاهایی سر اقتصاد کشورتون آوردیم، زیربنای اقتصادتون چیکار کردیم، تمام آنچه که شاه به عنوان زیربنایی داشت کار میکرد. وقتی کارخونه اتومبیل سازی درست میشد تو ایران، علازت تشفه آوردن دارن افتتاح میکنن، بازدید میکنن از ایران ناسیونال، اون یاری که لنگ بسته بود به سرش که نمیرفت بازدید کنه، تا شاه میرفت بازدید کنه، یه شخصیتی به نام محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه، آریامهر بزرگ، خدایگان، پادشاه ایران، یه انسانی که در مورد مسائل نفتی اطلاعات کافی داشت، کامل داشت، در مورد سدسازی، در مورد ساختمونسازی اطلاعات داشت، خلبان بود، ارتش رو میشناخت، ساختار ارتش رو میشناخت، طرح میداد که رو تانکی که ما قراره تانک چیفتن بخریم از این رو انگلیسا کجا بره مسلسل بذارن روش. ما یه همچی آدم آگاهی داشتیم تو مملکتمون. خب این مرد وقتی میرفت، این پادشاه وقتی میرفت کارخونه نساجی رو میدید، کارخونه ایران ناسیونال رو میدید، کارخونه برق رو میدید، نگاه میکرد که میگه این حلبی سازی را نانداز، اینا رهبر مملکت منم، ملت من نشینه تو ماشینی که ماشین ترمز دستش مثلا بره تو داشبورد، استارت میزنی برف واکنش را بیفته، را میری مثلا از هم واز بشه، درا قفل بشه، آتیش بگیره. ماشین باید درست کنید ها، وگرنه مرده و زنده رئیس کارخونتون رو میارم جلو چشاتون. استادیوم 100,000 نفری آریامر که اونم با این شرایطی که ما داریم میبینیم هی هم دارن خودشون میگن، اونم قراره بریزن رو سرتون. اونو شاه ساخت که هنوز مونده، ولی وقتی مونده یعنی قرار بوده هر چند سالی تازه بیان مهندسین بیان مرمتش بکنن، نگاه بکنن ستوناشو، نگاه بکنن، باید اون هی بازدید میشد ازش، نه اینکه فقط ساخت و تموم شد. اینا الان ولش کردن اون استودیوم، مگه خواهم کنی چی بوده؟ بتون بوده دیگه، چی بوده بس؟ اونم قراره بریزن رو سرتون. میدون شهیادتون هم خراب میکنن. اینا اومدن تخریب کنن، اینا اومدن ایران رو برگردونن به دوران ممدلی. بابا اینا تخم و ترکه قجرن، آخونده شاکی شدن از رضا شاه بزرگ. رضا شاه بزرگ اومد گفت بس دیگه، زن ایرانی رو کردنش تو کفن، زن ایرانی دم در می اومد باید دستشو میکرد تو دهنش و لپشو میکشید که صداشو نامحرم نشنوه. زن ایرانی حق نداشت بدون اجازه پدر، برادر، مرد اون خونه، بعد شوهر میکرد بدون اجازه شوهرش، پسرش، برادر شوهرش، حق نداشت زن خونه بره بیرون. همون زن شد خلبان در زمان آریامهر، همون زن تبدیل شد به هایده، به همیرا، همون زن تبدیل شد به این همان لجنه که امروز بیاد بشینه بغل دست اون یکی لجن الاغ ماهی.
ای بی شرفا، لعنت به اون پدر و مادر هر جا آدم خائنه، توف به اون شرافت نداشتتون. اگه داشتین که نوکر نمیشدید، اگر شرف داشتید که طویله به اسم یه رادیو باز نمیکردین تو لجنجلس بشینید زر زیادی بر علیه شاه مملکت بزنید، همتون مامورید تو اون طویله. اگه شرف داشتید که تبدیل به مهندس بیلی نمیشدید، اگه شرف داشتید که نمیرفتید دادگستری رو به اسم سریال طلاق زیر سوال ببرید، اگه شرف داشتید که صمد رو با الاغ نمیفرستید تو شهر، اگه شرف داشتید که اون مزخرفات رو درست نمیکردید چاقو بدین دست یارو بگید برو زیر تو همون یارو رو دشنه آجینش کن، شرف نداشتید چون نوکر بودید، هنوزم نوکرید. اگه نوکر نبودید هنوزم میشینید زر میزنید تو اون طویله تون رادیوه، همه تون نوکرید، همه تون وابسته اید، سر سگ میزنی خائن میاد بیرون. خیانتو کردن تو خون ایرانی، خائن شدیم هممون، خائن شدیم. کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چه کند، کسی که بر علیه مملکت خودش خیانت کنه تو دیگه چه توقعی ازش داری؟ سر سگ میزنی داره خائن میاد بیرون، خائنی دمتون. اگه خائن نبودید که نمی که تو گوادالوپ برای ما خمینی و امام سیزدهم درست میکردن. انگلیس زیربنا رو فهمیده بود، انگلیس میدونست ایرانی بنمایه این کسافتکاری رو داره. چرا خمینی رو تو پاکستان نبردن؟ چرا خمینی رو تو عراق نبردن؟ چرا خمینی رو تو ترکیه نبردن؟ ترکیه که متعصب تو مذهب اسلام، چرا نبردن؟ چون میدونستن ایرانی مرامش چیه، چون میدونستن ایرانی رو میتونی پالون بندازی روش و انداختن. حالا ناراحت میشی به جهنم، بعدت میاد به اسفار و صافدین که امروز جوون مملکت که نه سر پیاز نه تای پیاز، هر در سال 5 دفعه 6 دفعه هر از گاهی یه شهری شلوع میشه جوون مملکت سینه سپر کنن تیکه پارشون بکنن، یارو نشسته کسی که دیروز خودش 20 سالش بوده این آشوکاسار درست کرده حالا شده 60 سالش نشسته قیلوری گرفته زیر سایه نشسته داره با رفیقش چیز بازی میکنه، تخت نر بازی میکنه. توف به اون شرف اون نسل، توف به اون شرفتون. به خدا قسم حیف شما رو تو ایران خاک بکنن. اومده تو خیابون مسئولین محترم حمایت حمایت، من بازنشستم کمک کنی خفه بمیر مردش رو اون قیافتون رو ببرن. معلماتون مگه نیستن میان تو خیابون خودکار میگیرن دستشون؟ معلم با خودکار میجنگد خفه بمیرید. هر چی جلو دهنمون رو میخوایم نگه داریم نمیشه. خیال میکنن اومدن تو سوئیس جلو مدرسه نمیدونم چی چی واشتن تو زوریخ دارن در برابر آموزش و پرورش سوئیس دارن صحبت میکنن. تا نفهمید میهن پرستی، تا نفهمید ایرانو چطوری باید از آخون باز پس بگیرید، همین آشو همین کاسه است. چقدر بچه های ایزه میان کشته بدن، چقدر بچه ها تو سوسنگت کشته بدن، چقدر بچه ها تو شهر کرد کشته بدن، چقدر کشته بدن این ایرون رو، کردستان رو به خاک و خون کشیدن. چقدر دیگه بچه ها بیان توی همدان و کرمانشاه و خرم‌آباد کشته بدن، چقدر ملت کشته بده، چقدر تو سرابون بکشن، چقدر تو آمل و بابل کشتن، چقدر بردن تو جنگل و سر بریدن. رفقون مرگ گرفتیم، فقط جوونا دارن کشته میدن. یه ملت تبدیل شده به یه ملت بی غیرت، خاک بر اون سرت کنن تهران. امیدوارم که کون با یکون بشه اون شهر، تا آن شهر کفن نشود، آن مملکت مملکت نشود، خاک بر اون سر بی غیرتتون کنن. همه زندگیتون شده حسادت، همه شده چشم و همچشمی. خاک بر اون سر، حیف خاک ایران بر سرتون، این خاک آلمان که از لجن هم لجن درتون سرتون. هم نشستم به اون رهبر میخوام میگه خفه بمیرید، خفه بمیرید. یه مش ملت ریقو که منم جزوتونم. اگه من غیرت داشتم اصلا نباید اینجا جلو دوربین بیام، الان باید منم کفن پوسونده باشم. خفه بمیرید. دنیا فهمیده با چه ملت بی غیرتی در تماسه که این بلاها رو داره سرمون میاره. همم هم چپیدن تو دنیاهای مجازی، بچه‌ها دارن تو شهر کل رفتن دارن حالا پخشش میکنن، دارن تظاهرات میکنن. برای من امروز دیروز بود پیام اومده آقا ما داشتیم تظاهرات میکنیم، یه عده‌ام وایسادن اونجا به اسم مشروطه خواه تظاهرات میکنن و نمیدونم چیکار میکنن و فلان و اینا، بین خودشون به اسم مشروطه خواه ببین چه خبره. همه نفوذیان، همه نفوذیان، همه رو خریدن.
همه رو خریدن اومدن فراغ جناحی عمل کنیم. ما جاوید شاه نمیگو بعد یواشه که اومده اون گوشه همه میگن جاوید شاه کو کسی نمیگه جاوید شاه جاوید شاه این بار دارن میگن همه رو خریدن همه نفوذی ان بستگی به یارو داره. بعضی رو با 500 دلار خریدن، بعضی رو با نمیدونم یه دونه ماشین 2-3000 دلاری خریدن، بعضی رو با یه لپتاپ خریدن، بعضی رو با یه دونه تلفن دستی خریدن، همه رو هم چپوندن تو این اینستاگرام و این برانور برنامه لایف بذاریم و افشاگری بکنیم. خاک بر اون سرتون کنن، حیف خاک. خانوماشون هم تا از ایران تشریف میارن بیرون، همین ایرانی ها تا پاشون از ایران میذارن بیرون، خانوما اول دامنه رو برمیدارن قیچی میکنن دیگه، ازن از مینی رو گذاشته دیگه، ریخته بیرون، حراج واقعی زدم سر مال. بیا ببر مردای دورجون مرد، ببخشید میگم مردا، مذکراشون هم که میان بیرون سری شورت خواهد میکنم، بزن هرکی شورت بپوشه، هرکی بیشتر اینه ببره بالاتر، از سر زانو ببره بالاتر، بیشتر بریزه بیرون دل قلبشو، این بیشتر متمدنه. یکیشون منو دیده تو خیابون میگه که شما ایرانی؟ گفتم بله من خیلی بدجوری ایرانی. شما کجایی؟ گفت من ایرانی، 6 ماه اینجا بود. شما چند وقت؟ گفتم منم از شما تازه اومدم، 35 سال اینجا بود. چشماش عین دان لاک زد بیرون. بعد منو نگاه کرد گفت مثلا میخواست بگه بعد تو چرا اینقدر کدی لباس پوشیدی؟ بعد چرا نریختی بیرون؟ خب تو دیگه هنوز 35 سال اینجایی، دیگه تو مثلا با شورت باید بری بیرون، تارزانی باید حال بدی. به اینجا رسوندنمو. جناب مهندس فرمایشات اعلیحضرت لطف مواد بفهمید شماره 3. بعد نشستم تو لجنجرس به نام آقای خمینی فرمود بریم گمش کثافتای خانم فروش. بعد به غیر از تخریب به مملکت ما چیز دیگه بار نیاورده. بچه‌های امروز، جوانای این حکومت به غیر از تخریب به مملکت ما چیز دیگه بار نیاورده. بچه‌های امروز، جوانای امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد. حواسشون جمع هست، اما نیازمند اتحاد هستن، نیازمند یک صدایی هستن. امروز وقتشه که تمام نیروهای سیاسی که ادعای وطن پرستی و ملیگرایی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو دارن، من کار ندارم چپن یا راستن یا طرفدار جمهوری هستن یا پادشاهی، امروز باید متحد باشن برای مردم ایران که تکلیف خودشون رو در فردای فروپاشی نظام از طریق یک رفراندوم، از طریق یک انتخابات آزاد، از طریق یک مجلس مؤسسانی که یک قانون اساسی نوین رو تدوین خواهد کرد و نهایتاً خواسته مردم رو برآورده خواهد کرد، یک حکومت ملی و دموکراتیک در مملکت ما پایگذاری بشه، پایان تمام دغدغه ها و گرفتاری ها خواهد بود. مردم ایران بدانید بازسازی کشور قسمت سادش هست، چون تا دلتون بخواد متخصص داریم هم در داخل هم در خارج، کسانی که مدیریت بلدن، اداره مملکت بلدن، تمام این مشکلات رو بهش واردن، از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل بهداشت، بگیرید تا اقتصاد، ولی دستشون به جای بند نیست، ولی اون روز خواهند تونست به مملکت رو خدمت بکنن و این مملکت رو از اون خواهیم ساخت. ما هیچ کمبودی نداریم، چه از نظر نیروی انسانی چه نیروهای خلاق. چیزی که کم داریم بی صدای مردم هست در مقابل حکومت ظالم. این حکومت باز بره و وقتی خواهد رفت به تمام اینها خواهد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقا این مرد، این حرفا رو، این فرمایشات این مرد به هر زبانی در همین الان حرفای ایشون رو، فرمایشات ایشون رو به اوکراینی ترجمه کنی، پخش کنی از طریق تلویزیون و رادیو تو اوکراین پخش کنی، ملت اوکراین خاک روسیه رو با توبره میکشه. به خدا قسم این حرفای این مرد رو ببری با لهجه و با اون زبان افغانی پخش کنی، افغانی‌های خارج از کشور میرن پدر این طالبانو در میارن، همشون میکنن تو همون آفتابه‌ها. حرفای این مرد رو همین الان ترجمه بکنی ببری تو لیبی به عربی، مردم لیبی بلند میشن قذافی رو تو خاک در میارن، میگن تو بیا بشو دوباره رئیس جمهور. آقا به چه زبانی این مردی که به ما بگه؟ اصلا از این گوش میگیریم از اون گوش در میکنیم. اما بلافاصله تا ایشون بابا آدمه، بعد بفهمید چرا ایشون پا میشه مثلا میره فلان کنسرت. آخه بفهم ایشون نمیره اونجا آهنگ گوش کنه مثل من و تو بره چیز کنه، فندک روشن کنه، نه ایشون فکرش خیلی مشغول تر از این حرف هاست. بفهمید خب 50,000 کلیپ و
اتاق پشت اتاق، کانال پشت کانال، در این شرایط بلافاصله اصلا شدیم یک ملت هنرپیشه، یک پدر سوخته حلبی ساز. در این شرایط شاهزاده الان یه چیزی بهتون پخش میکنه، صبر کنید الان یه چیزی بهتون پخش میکنه، بیایید و ببینید شاهزاده ملتی که امروز دارد چیز میکند، مثلا یه ولی تو سطل آشغال میرود، چرا شما کباب میخورید؟ شاید مملکت چیکار کنه؟ بره تو سطل آشغال، مثلا تو واشنگتن بره تو سطل آشغال. پدر سوخته اید، جماعت پدر سوخته ای شدید، ملت ایران هم گیج مستعصم. آدم هم وقتی که در بوداغون شده دیگه، زندگیشو از دست داده، همه چیشو از دست داده، دنبال چیز مثبت که نمیره که. آدمی که ورشکسته شده، کسی که میاد نصیحتش میکنه میگه با ول میکنم، با من ورشکست شدم، آره تا اومده داری من رو نصیحت میکنی. اون کسی که بیاد بهش میگه که آره تقصیر خاش میرزایی شد مثلا، تو بیان اصلاحی بگی برو بزن بکشش، حرف اینو بیشتر باور میکنی، چون فکرت مخدوشه، چون مغزت کار نمیکنه. در این شرایط الان مردم بیشتر منفی رو میگیرن تا حرف رضا احمدی مثبتو. خب اگه من همین الان تمام این زبونمو برعکس کنم اونوری بگم، سینه زنی میشه زیر حرفای من. وای تو ماچ بکن، من ماچ بگو، چه راست را نری راه میذاره، یا خیال کاشته ببین چه گفره. من قهرمان خوشبخته میشم، سیویل به سیویل صف میکشن تو اینتراشخال که بیان منو بردارن رو هوا ببرن، یعنی رسما بلندم کنن تو روز روشن. آخه الان جدیدن مفسرین رو بلندشون میکنن. بله هرجوری بلندشون میکنن. بله بریم یه سری بچه های کلن بزنیم، دستشون هم درد نکنه، کارشون عالیه. جناب مهندس لطف کنید اون بچه های کلن رو، دستتون درد نکنه. رحمت بر آل ابا هم سید علی هم مجتبی. خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله. خامنه‌ای قاتله، حمایتش باطله. خامنه‌ای بدونه به زودی سرنگونه. 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 دیکتاتور رو کاره قیام ادامه داره. با دیکتاتور رو کاره قیام ادامه داره. شورشی بهمنی تو ننگ تاریخ منی. شورشی بهمنی تو ننگ تاریخ منی. یاور اهریمنی تو بدتر از دشمنی. یاور اهریمنی تو بدتر از دشمنی. ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی. ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی. ملت کنار پهلوی دارد رفاهی خسروی. ملت کنار پهلوی دارد رفاهی خسروی. جاوید شو 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 جاوید سیروس رضا پهلوی. این از شعار ملی سیروس رضا پهلوی. جمهوری اسلامی با عرش بالا دسته نادی بالا کرده. جمهوری اسلامی رضا شاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. رضا شاه شرمنده ایم شرمنده ایم. رضا شاه شرمنده ایم شرمنده ایم. ای شاه ایران برگرد به ایران. ای شاه ایران برگرد به ایران. ای شاه ایران برگرد به ایران. رضا شاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. آریامه روحت شاد. آریامه روحت شاد. آریامه روحت شاد. آریامه روحت شاد. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. مرگ بر خامنه ای. مرگ بر خامنه ای. لعنت بر خمینی. مرگ بر خامنه ای. لعنت بر خمینی. مرگ بر خامنه ای. لعنت بر خمینی. جاوید شاه. مرگ بر رجوی. مرگ بر رجوی. مرگ بر جمهوری اسلامی. جاوید شاه.
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. مرگ بر آل ابا همسد علی هم مجتبی، مرگ بر آل ابا همسد علی هم مجتبی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین بچه ها، آفرین، باریکلا. چه شعارهای قشنگی هم دادن. آفرین، آفرین، باریکلا. دست مریضات، خسته نباشید. هفته آینده هم شنبه همین بچه ها، البته نمیدونم حالا مکانش کجاست، احتمال میدم همینجا بچه ها هستن. هفته آینده برای من پیام فرستادن که ما هفته دیگه اونجا هستیم. باریکلا بچه ها، هر جایی هستین، تو آلمان، تو انگلیس، تو سوئد، هر چنگای به مناسبت های مختلف بیاید و مهم نیست چند نفرین، عکس اعلیحضرت بیارید و جاوید شاه بگید، عکس اعلیحضرت بیارید اینجا بزنید تو دهن اینا که به خودشون علیکی خودشون چسبوندن به ماها، میگن مشروطه فلان، همشون مامورن، گوش نکنید. من میدونم اینا سرشون تو جریان چیه، یه روزی تک به تکشون رو خواهید شناخت. همونطور که الان برای من گزارشاش میاد که کیان و چیان و همه خبرش متعددی نیست، حالا من میخوام راجع به تن لشو صحبت کنم. حضورتون عرض کنم که بچه های داخل کشور و همیهنان، بچه ها، نوجوانان و جوانان، حواستون رو از الان کامل بدید به من. ضمن این که امروزم دوم خرداد، سال روز درگذشت، به خدا بغضم میگیره میخوام بگم، واسه همین من همش زیر این جریان ها در میرم. اسم ناصر حجازی عزیز میاد، ایرج دانایی فرد، مایون بهزادی، جعفر کاشانی، ما اینا خاطره داریم دیگه، میرفتیم استادیوم، هر کدومشون برای ما خاطره هستن. به هر حال سال روز درگذشت ناصر حجازی عزیز ما، سرمربی تاج و کاپیتان افسانه‌ای تاج، کاپیتان تیم ملی و مرد شماره یک طلایی فوتبال ایران، خدا رحمت کنه، تیم سار سپه بود، پرویز خسروانی رئیس و به اصطلاح بنیانگذار باشگاه فرهنگ ورزشی تاج ایران، پدر ورزش ایران، روانشون شاد، تیم سار عزیز، تیم سار سپه بود، پرویز خسروانی. شبی که ناصر خان خبرش به ما رسید، ما همون شب هم برنامه داشتم، من بعد زنگ زدم به تیم سار، خودم خیلی کنترل میکردم. تیمسار عزیز اینقدر متاثر بود، با بغض یه حرفی زد، همیشه تو ذهنمه و موند، تو تاریخ موند، که متاسفانه اون مسابقه با تیمسار ضبط نشد، اون شب اینقدر حالمون بد بود. تیمسار خسروانی فرمودن که تاج دستش قطع شد و واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره، نمیاد دیگه. ناصر اجازی یکی بود، یه شماره یک طلایی بود که رفت دیگه، و مرگ حق همه میمیریم، ولی ناصر خان نمرد، دق کرد، بیشرف ها کشتنش، این رژیم کشتش، هیچ وقت باج نداد، هیچ وقت سرخم نکرد و مغرور ایستاد. طرح 27 ساله درست کردم فقط به خاطر که ناصر خان نره تیم ملی، در اوج بود، در اوج، اصلا یه دروازه‌بان تا 37 سالگی راحت میتونه تو دروازه بیسته،
ولی خیلی اذیتش کردن، خیلی اذیتش کردن. این علیرضا امیر قلعه‌نویی بچه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و خیلی هاشون، خیلی ها. بعد رفتن روزای آخر که ناصرخان توی تخت بیمارستان بود، رفته بودن اونجا داشتن خودشون رو چوس میکردن بیشرفا. ناصرخان روانت شاد، روانت شاد. هیچ وقت یادمون نمیره خاطراتی که برای ما گذاشتید، هیچ وقت یادمون نمیره، هیچ وقت، هیچ وقت. چه پرسپولیسی چه تاجی، هیچ وقت یادمون نمیره که اگه شما تو آرژانتین تو تیم ملی تو دروازه نبودید، خدا میدونه جلو هلند، جلو پرو چه بلاهایی سرمون، جلو اسکاتلند چه بلاهایی سرمون میومد. و هیچ وقت یادمون نمیره قد و قوارت و بازیکن خوش اخلاق و با شخصیت، با کلاس، خوشتیپ، خوشپوش. خدا رحمت کنه ناصرخان وقتی از استادیوم میومد بیرون، این دخترا چیکار میکردن برای همایون بهزادی، برای ناصر اعجازی؟ روان همشون شاد، همشون قهرمانان ملی مملکت ما بودن، روانشون شاد. و ما هم افتخار میکنیم، همیشه هم گفتیم بازم میگیم افتخار میکنیم شاگرد این بزرگان بودیم و اخلاق ازشون یاد گرفتیم برای زندگیمون. اگه امروز چیزی به اسم اخلاق در ماها وجود داشته باشه، به خاطر وجود این بزرگانه. خدا رحمت کنه حمید خان جاسمی و مربی خود من، روان شاد حمید خان، که همیشه ایشون از شاگردان دکتر اکرامی همیشه میگفتن که اول اخلاق، بعد تحصیل، بعد ورزش. روان همشون شاد، خدمت کردن، خدمت کردن به ورزش هم میکرد. به هر حال نمیخوام یادآور خاطرات تلخ باشم، ولی به خانواده محترمشون، به ویژه به همسر محترمشون و فرزندانشون تسلیت میگم و به جامعه ورزشی ایران، به بچه‌هایی که همبازیشون بودن تو تاج، تو تیم ملی. روان شاد ناصرخان. انشالله بتونیم بیایم ایران، حداقل بیایم سر خاکتون زیارتتون کنیم. جناب مهندس لطف محبت بفرمید یه عکس شماره 8 اونو لطف محبت بفرمید بذارید روی صفحه، ممنونتون میشه. از این حالم بیایم بیرون. بله خانم و آقایون، این شخص اسمش علی علیزاده است. همتونم بچه‌ای که به هر حال فعال سیاسی هستید، کار سیاسی میکنید، میشناسید. گفتیم دیگه، من گفتم هر از چنگایی هر کدوم از اینا رو ما میایم نشون میدیم، چیزایی که خودشون گفتن دیگه، ما که نمیگیم که، حرفای خودشونو. یکیشون افشار بود اومدیم گفتیم، اینم یکی دیگه شونه، اون یکی قبلی کی بود اونم اومدیم گفتیم. میام میگم توییت خودشونه که ایشون نوشتن که آقای رضا پهلوی یک فرمانده نظامی ایرانی در تهران وسط روز روشن ترور شده، یعنی همون یارو تروریسته. آیا شما این ترور را محکوم میکنید یا اینکه از تروریست ها حمایت میکنید؟ جواب سریع دهید. سپاس از شما جناب مهندس. من همیشه گفتم، بازم میگم، نه شاه غیر قابل انتقاده، نه که آقا نباید به شاه بگی بالا چه شد ابرو، اصلا و ابدا. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. اونم مردی به اسم وارث تاج و تخت، اعلیحضرت سیروس پهلوی سوم، که آفرین بچه ها تو کل چقدر قشنگ گفتن سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، باریکلا بچه ها. مشروط خواه اینه، مشروط خواه فقط به شاهش باید بگه اعلیحضرت، ما شاهزاده نداریم. مشروط خواه باید به شاهش لقب پادشاهش رو اینطوری بگه، لقب شهریار رو اینطوری باید بگه. بگذاریم، ما میگیم آقا میخواین انتقاد کنید، چیش اشکالی نداره، آدم حقیقی و حقوقی باشید، انتقادم بکنید. اما ما طرفداران نظام برحق و انسانی شاهنشاهی جواب میدیم. من پاسخ میدم. چرا؟ آها، من میگم آقا جون، به خودم میگم، من میگم رضا احمدی، یا ادعا نکن که میای اینجا پیش مردم میگی آقا ملت، گفتم دیگه هزاران بار گفتم، سنگر ایران آریایی بهترین، تک و تنها ایستاده، فلان بیسار، هم حرفا که همیشه زدم به حمایت از این سنگر، بعد برم پشت سر همین جا، یعنی این برنامه تموم بشه، با هر شخصی، با هر دوستی، همرزمی، تلفنی صحبت میکنم، اولین چیزی که بگم، یعنی بحث تلویزیون بشه، شروع کنم هر جا دارم در میاد به این تلویزیون بگم. این نمیشه. یا من باید برای این تلویزیون سینه سپر کنم، یا باید اگرم سینه سپر نمی کنم دیگه نیام اینجا.
مثل بازیکنی که با پیرن یه باشگاه رو پوشیده رفته تو باشگاه تاج پرسپولیس، حالا هر جا صنعت نفت داره بازی میکنه، بعد تو به خودت گل بزنی، خیانت بکنی تو باشگاه، خب تو تو این باشگاه داری بازی میکنی دیگه، با تعصب پیرن باشگاه داشته باشی دیگه. من الان تو این باشگاه هم، تو این تیم ایران آریایی هم، من باید تعصب اینجا رو داشته باشم، باید واسه زحمت بکشم، باید تو هر برنامه بیام پول واسه جمع بکنم که بمونه رو پاش، از جای این پول در نمیاره، از کجا نه تن ماهی میفروشه، نه نمیدونم تشک میفروشه، نه بحث اسلام و بهایت میاد اینجا راه میندازه، نه فرش میفروشه، نه شرف و ناموس میفروشه دور از جون. ها پس من باید بیام اینجا و زحمت بکشم، از شماها خواهش بکنم به سنگر کمک کنید، برنامه‌های قشنگ ارائه بدیم، افشاگری بکنیم، نه بیایم اینجا فقط تیتش مامانیامون نشون بدیم و بشکم بزنیم، این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا، جای دوست دشمن نشون بدیم و بریم. ما اومدیم میخوایم کار کنیم، ما میخوایم یه کاری بکنیم که برتر بشیم، یک سنگری باشیم که تفاوت بکنه با همه اون تلویزیون ها، ببخشید بگم تلویزیون، با اون تویله ها، اون تویله است. خب بنابراین باید تعصبشو بکشم. حالا برمیگردیم سر پادشاه. آقا جون من یا طرفدار نظام پادشاهی هستم که دارم نشون میدم هستم، بد جوری هم هستم، یا نیستم. اگر نیستم که هیچی، هر کی هر چی دلش میخواد بیاد به قول شماها به شاهزاده، به آقای رضا پهلوی، به رضا پهلوی، به وارث تاج و تخت، آخرین ولیعهد، ولیعهد سابق، آخرین پادشاه، هر چی دلتون میخواد بگید. منو سننم، من طرفدار ایشون نیستم، شما هر دلتون میخواد بگید. یا اینکه در ظاهر واسه اینکه الان اکثریت جامعه طرفدار نظام پادشاهی هست، یعنی بوده ها، بوده، ساکت بوده، ایران آریایی اومده که میگه آها نگاه کن جامعه از روز اول اشتباه خودشو فهمیده، میخواد اون رژیم اون دوران شاهنشاهی رو برگردونه. بعد منم چون الان میبینم الان مزنه بازار این ورکیه، بیام خودم رو طرفدار نشون بدم، حواستونو بدید به من ها، الان نری تو چیز تو جاده خاکی نری، من بیام خودم رو طرفدار نظام پادشاهی نشون بدم، ولی همچین اتفاقاتی که میفته، همچین حرفایی که میاد زده میشه، بگم خب بگن دیگه به من چه اینا، ما دخالت نمی کنیم، اصلا انگار نه انگار یکی اومده همچین حرفی زده رفته. من این تیپی نیستم آقا، من آدم متعصبیم، بده اینم آقا، تعصب خوب نیست آقا، من آدم متعصبیم. در مورد جریان پهلوی من دارم رسما اعلام میکنم، نه امتیاز میخوام، نه مدال میخوام، نه امشب الازاد زنگ بزنه بگه به به خیلی باریکل بیا خونه، مثلا میخوام این دفعه دیگه تخم مرغ درست کنم با تو هم بخورم مثلا. خب من اصلا دنبال این بازی ها نیستم، هیچ وقتم خودم به الازاد نچسبوندم، هیچ وقتم نخواهم چسبوند، من اصلا نمیخوام به اون بالاها وصل بشم، مثلا کاری با اون بالاها ندارم، من در حد اون بالاها نیستم، نه سواد اون بالا مالاها رو دارم، نه تیپم به اون بالا مالایی ها میخوره، نه مرامم، نه من اصلا طبیعتم مال اون بالاها نیست، من همیشه طبیعتم مال این پایینا بوده. خب افتخارم میکنم، با کمال افتخارم اینو میگم، پشتم هم یه مش مقوا نمیذارم مثل تقی‌زاده بعد بیام بگم اینا کتابایی که خوندم و بعد بگم من رئیس چیز کتابخونه شهبانو بودم. ما دیگه ما که گاگول نیستیم بابا، ما بچه‌مون مملکتیم، بیخیال شو طرف. اوکی، بنابراین من تعصب شاهمو میکشم، حتی پادشاه ناراحت بشن، خیلی معذرت میخوام، خب بشن، خب مگه میشه یکی مگه میشه من تعصب پدر مادرمو نکشم؟ آقا من اصلا پدر مادر خودم میدونم چه جاهایشون عیب داره، چه اشکالاتی دارن، ولی پیش مردم که نمیتونم بهم اینجوری بگم، بعد آقا من تعصبش، اگر من بخوام عیب بابام بگم میرم در گوش بابام بهش میگم، میگم بابا جان اینجوری با مردم صحبت نکن، بابا جان مثلا اینطوری نکن، این کار نکن، اینجوری نشو، فلان نشو، اینو در گوش بابام میگم، در گوش مادرم میگم، تو کوچه محله که نمیام میکروفون بگیرم دستم بابا اینجوری مثلا نگو، مثلا ماشین تو اینجوری پارک نکو. من تعصب خانواده پهلوی رو میکشم، مخصوصا تعصب پادشاهان پهلوی، پا شارکش هم وایستادم، پا همه چیش هم وایستادم و وایستادم، ایستادم، واقعا ایستادم دیگه، جایی شده که به اسم دروغین مشروطه چی به مادرم پشت خارمادر میدم، یه مش کسانی که تمام هیکلش پشت خارمادره، یعنی من به خدا قسم جارو بهش نمیدم، در حیات من جارو کنم، خدا گواه زن و مردش. اوکی، بنابراین وقتی من این چیزا رو میبینم عکس العمل نشون میدم، شما هم حقتونه نگاه نکنید، نکنید،
من وظیفه دارم 2 ساعت راجع به برنامه میهن پرستان، میدونم دارم چی کار میکنم. هر کسی هم که دوست نداره میگه آقا این تیکه هاش من قطع کن برید، آقا قطع کنید برید، نگاه نکن. انقدر براتون طویله باز کردن که رضا احمدی اصلا وقتی دیگه براتون نمیذاره که بهت نگاش کنه. من میگم آقا میخواید انتقاد کنید، حقتونه، حقیقی و حقوقی باشید، انتقاد کنید. اما ما طرفداران نظام پادشاهی، ما طرفداران واقعی، ما میهن پرستان واقعی، ما شاه دوستای واقعی، ما شاه پرستای واقعی، نه یه مشاگر پادوی داروش ناهمایون، ما کسانی که راست راستی پای عشقمون وایسادیم، ما عاشقیم، ما عاشق شاهیم، ما عاشق پهلوی هستیم. من پای عشقم وایسادم تا پای همه چیزم وایسادم. من عاشقم، وقتی هم عاشق بشم پای عشقم وای میسم، پای ناموسم وای میسم. تو هر فکری داری برو بکن، همه نوع بازی هم موجود است، هر نوع برنامه هم بگی موجود است. ما هیچی الحمدلله کم و کسری نداریم. خب تو مردش باش، ما تو همه بازی ها هستیم. بنابراین وقتی که این اتفاقات میفته ما جواب میدیم. چجوری جواب میدیم؟ با سند و مدرک. دعوا که نداریم بابا جون، با سند و مدرک، با منطق. ما همیشه اول با منطق میایم جلو. ببینید ما مشروطه خواهان واقعی، ما میهن پرستان واقعی، اول با منطق باهاتون صحبت میکنیم که بهتون نشون بدیم اگر به اندازه توی بی سواد کتاب نخونده باشیم، مطمئن باش قد خودت خوندیم. من تمام کسانی که در طول این سالها اومدند گفتگو کردند، هنوزم میکنند، از هر طیفی، از پس همه تون برمیان. اگر استاد دانشگاه باشه، اگر شجاع‌الدین شفا باشه، از پس همه تون برمیان. خیلی ادعاها، من 4 سال رفتم اکابر. اوکی؟ زو جناب مهندس شماره 9 رو لطف مواد بفرمایید. اول که من میخوام با یکی وارد درگیری بشم بدونم با کی میخوام برم خمه کی رو بکشم، پروزن، الاغ وزن، سگ وزن، مگس وزن، سنگین وزن، چی وزن. آخه من میخوام برم، کنده کشتیگی رو بکشم، کنده کی رو باید بکشم؟ بریم ببینیم ما میخوایم کنده کی رو بکشیم. کی داره به پادشاه من میگه جواب بده؟ همین الان بده سرش حمایت میکنه از یه افسر فلان مرده. جناب مهندس لطف و موقعت و فهم شماره نورو خودم هم قائل این هستم که انتخابات 92 در واقع فرصتی بوده که اگر بخوایم تمام انتخابات رو زیر سوال ببریم، همون عملیات سیاسی خودمون رو زیر سوال میبریم. خودم هم قائل این هستم که انتخابات 92 در واقع فرصتی بوده که اگر بخوایم تمام انتخابات رو زیر سوال ببریم، همون عملیات سیاسی خودمون رو زیر سوال میبریم. خودم هم قائل این هستم که انتخابات 92 در واقع فرصتی بوده که اگر بخوایم تمام انتخابات رو زیر سوال ببریم، همون عملیات سیاسی خودمون رو زیر سوال میبریم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دوستانی که زنگ زدید من اسامی رو میگم، یه لحظه اجازه بفرمایید. خیلی هم ممنونم از لطف موبدید. خانم آقایون دیدی ایشون این آقای علی علیزاده بودن با اون همکاران محترمشون که اونجا نشسته بودن در مورد انتصابات، فرمایشاتشون رو شنیدید؟ دیدید جلسه رو؟ دیدید اون گوشه اون زیر دیدید کیا تو اون جلسه بودن؟ فرخ و نگهدار و بقیه داستانا. خب حالا به من بگو ای سنگ صبور، من باید جواب بدم یا ندم؟ چرا مهندس اجازه بفرمایید؟ نه یه لحظه. خب بچه ها قشنگ گوش کنید، این جریان آبادان پیش اومده، من یه ذره به هم ریختم، بعد اخبارم زیاد از این بر اون بر اومده، یه داستانایی هستش، من یه کمی طول کشید تا خودم امروز جمع جور کنم، ولی یه صحبتای مهمی هستش از نظر خودم مهم باشه، شما گوشون بگن پرتبلا میگه اونو چهارشنبه که نقاشه بخشون پرشون بود چهارشنبه با تون صحبت کنم، راجب خودمون، راجب خودمون مجرود خواهم یه ذرهش الان یه تتمشو براتون، یه چیز کوچولوشو براتون بگم. ببینید بچه های میان پرست، خودکار گیج نیده بودیم. ببینید بچه های میان پرست، دنیا بدون تعارف، اینا رو بهتون میگم نه اینکه ببرید بترسید آقا اگر اینطوریه پس ما کاری نمیتونیم بکنیم، من بهتون میگم که بدونید میتونیم کاری بکنیم. این
دشمنو وقتی بشناسی میتونی جلوش وایسی. خب ما دشمنو هنوز نشناختیم که میایم تو خیابون 4 روز 5 روز کتک میخوریم، کتک میزنیم، تو ماچ بکن من ماچ بکن، دوباره میچپیم تو خونه هامو. چرا؟ چون نمیدونیم باید با این دشمن، با این جونور، با این آخونده بی پدر و مادر چجوری بجنگیم. من تمام درد و حرفم با شما اینه که ازتون شاکی میشم. اینا شماها رو بی غیرت کردن. من بهتون دروغ نمیگم، شما ملت ایران، من وقتی بهتون میگم از من ناراحت نشید، منم جزو شما. ما ملت ایران، بذارید اینطوری بگم، ما ملت ایران بی غیرت شدیم. چرا بی غیرت شدیم؟ چون عرق ملی رو از ما گرفتن. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن سرش میاد پایین میشه، مثل پاکستانی، مثل افغانی، مثل هندی، مثل تایلندی، که بانکوک اونطوری بشه. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه قاره آفریقا. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه شیلی، میشه اوروگوئه، میشه پرو، میشه بولیوی، میشه ونزوئلا، میشه برزیل. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه مکزیک. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه یونان، میشه ایتالیا. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه بلوک شرق، میشه بلغاری، میشه مجاری، میشه رومانی، میشه مولداوی. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن اینا میشن. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن میشه عرب. بی شعور مثلا خیال میکنن الان دبی یا ابوظبی مثلا تخم دوزرده کردن. احمق ساختمونه، همونطوری که بردنش بالا همونطوری واسه میارنش پایین، چون شعور پایینه. ملتی که میهن پرستی رو از دست بده، ملتی که معنای میهن پرستی رو نفهمه، ملتی که متوجه نشه میهن پرستی یعنی چی، واسه خاطر همین راحت باش بازی میکنن. ما کراوات ما چرا کج میشه؟ خودمونم داریم کج میشیم. نباشه باشه. ملتی که عرق ملی رو ازش بگیرن همین بلاها رو سرش میارن که مشهدش بشه بانکوک، که امروز آبادان رو اینطوری عزاخونش بکنن، که بچه های ایزه رو بزنن درب داغون بکنن، بچه های کازرون رو اون بلا سرشون بیارن، بچه های لو رو اینطوری بکنن، شهر کرد رو اینطوری بکنن، کردستان رو کوله بزنن، بار بزنن رو دوش جوان کرد، اون برای رو سرش بیارن، آذربایجان اینجوری بکنن که یارو بیاد تو استودیوم، یارو تو خونه ستارخان و باقرخان تو استودیوم فوتبال بیاد بشین اونجا بگه ترکیه ترکیه، بچه های آذربایجان هیچی نگه، فکشو باید خورد کنی، جنازهشو باید بدی بیرون از استادیوم بری، استخوناشو باید له کنی. روز راحت بهتون بگم، راحت بهتون بگم، یعنی رسما اومده تو آذربایجان داره به شما فوش خوار مادر میده، رسما اومده تو آذربایجان داره به شما فوش خوار مادر میده، به شما آذریا. یعنی تو تهران که ما مثلا میریم تو استادیوم تو تهران، مثلا یه عده اونجا بیان چبدم یه چیزایی بگن که این مقد مربوط به بچهای تهران میشه، و بعد ما هم تو بشیم نگاه کنیم. اوکی؟ این دلیلش چیه؟ عرق ملی رو از ما گرفتن، به جای آریو برزن حسین به ما دادن. ناراحت نشید، این واقعیت، قبول کنیم. به جای جشنهای 2500 ساله اومده برای مثلا تاسو عاشورا رو انداخته. به جای اینکه ما ماهای خودمونو اردیبهشت، خرداد، تیر، این ماهای قشنگ خودمونو جشنای خودمون بگیریم، مثلا بگیم ماه مبارک، نامبارک کسافت رمضان، رجب، محرم، چرت پرت، بعد ما وایسیدیم داریم نگاه میکنیم، تعارف نداریم، بی غیرت شدیم دیگه. چرا بی غیرت شدیم؟ چون عرق ملی رو از ما گرفتن. وقتی که عرق ملی رو از یه ملتی بگیری، دست جدایی دراز میکنه جلو بیگانه. اسرائیل تو رو خود کمکمون کن، امریکا تو بیا یه کاری بکن، دنیا تو بیا یه کاری کن. اوکی؟ بعد نویسنده تو، نویسنده مملکت تو، روشنفکر مملکت تو، استاد دانشگاه مملکت تو، دیگه واسه بگم همینا که فرهیختگان جامعه ان، الو فرهیخته، فریبا، نه نبود، اینا رو میخرن. همینی که شجاع الدین شفا بعد از یک عمر خدمت فرهنگی به اون مملکت، چند سال قبل از مرگش میاد مزخرف میگه راجب پادشاه مملکت رضا شاه دوم پهلوی سوم. چرا من هیچ وقت بهش احترام نمیذارم؟ چرا من به امیر طاهری دیگر احترام نمیگذارم؟ نمیذارم. برید بره بشنوه هر چی میخواد بگه، به من بکشه. چرا من به امثال تقی‌زاده احترام نمیذارم؟ چرا من مال اموال منو خوردن؟ نه. من پدر منو کشتن؟ نه. من تمام حرفم اینه، آقای تقی‌زاده، جناب آقای تقی‌زاده، جناب آقای امیر طاهری، شما دارید نون چی رو میخورید؟
وقتی به یکی به من میگه امیر طاهری، یکی به من میاد من به گوشم میخوره تقی‌زاده، من یاد چی میفتم؟ الچچه گوارا؟ یاد کیانوری؟ یاد توده‌ای ها؟ یاد سازمان تروریستی مجاهدین؟ من شما رو وقتی اسمتون رو میشنوم در طول این سالها شنیده ام، یاد مشروطیت میفتم. من شما رو از جنس خودم میدونم. من با نن مریم مشکلی ندارم، نن مریم رسما و علنا میگه من دشمنم، ولی من وقتی اسم آقای تقی‌زاده رو میشنوم، اسم آقای امیر طاهری رو میشنوم، اسم این انسانهای فرهیخته شرافتمند شریف رو میشنوم، یاد چی میفتم؟ یاد این که اینا بزرگای ما هستن. من که خودم رو بزرگتر از آقای تقی‌زاده حس نمی کنم. من که خودم بزرگتر از آقای امیر طاهری حس نمی کنم. اصلا من شاگرد شما، مثلا شاگرد همه شما. ولی من شاگرد، بالاخره من هنوز شاگرد دیگه، شاگرد کلاس اول که نیستم، هنوز بیسکویت مادر بزنم تو جیبم. بابا منم دیگه رسیدم شدم شاگرد کلاس مثلا پنجم دیگه، منم چشم گوشم باز شده، خودم دیگه دارم پیشکسوت میشم بالام جان. من از شما توقعم چیه؟ مشکلم با شما چیه؟ مشکل من با شما اینه که شما میتونی هر هفته در محل اقامتتون، پاریس، واشنگتن، لندن، لس آنجلس، نیویورک، برلین، هر جا، هفته یک بار بیاید بگید آقا من تقی‌زاده در لندن هفته یک بار یه سالونی هست، دونه دو پوندم بیاید بدید مردم، پول سالون خودتون بدید. من میخوام بهتون درس مشروطیت بدم، یک ساعت بیا براتون راجع به مشروطیت حرف بزنم. آقا ملت این توقع زیادیه من از اساتید خودم دارم؟ نه. چرا نمیکنید؟ چرا میری تو اینتراشخار؟ منم میفهمم آدمیزاد تو اروپا و امریکا زندگی میکنه پول میخواد، اونم تو این سن و سال. برید نوش جونتون بخورید، ولی وظیفه ملیتون هم انجام بدید. ندادید وظیفه ملیتون رو انجام ندادید که من دارم فرس میخورم. وگرنه شما مگه مال اموال منو خوردی؟ انقدر برید این ورما تو این تلویزیون ها بشینید ساعتی 500 تا 40 ساعتی 50 میلیون بهتون بدم. من از نه، خدا کنه همه ایرانی ها رو کره زمین در داخل و خارج از کشور میلیارده بشن، این به نفع منه وقتی هموطن من میلیاردر باشه. چرا؟ چون من میدونم بعد پیش هر هموطن میلیاردرم برم 10 دلار به من میده من برم یه دونه ساندویچ بگیرم بخورم، دیگه واسهش 10 دلار مهم نیست. من آدم عقده‌ای نیستم وقتی یکی مطرح میشه، من آدم عقده‌ای نیستم وقتی یه نفر میبرن تو این رادیو تو این تلویزیون، عشق میکنم، لذت میبرم، میگم این از طرف منه، منه که نمیام ببرم. چرا؟ من آدم تندیم. این تر آشغال و اون یارو تومون قرمزه که دم بر من نمیاد، هیچ کس دم بر ما میام پرستان نمیاد، اصلا قرار نیست ما رو به بازی بگیرن. هر دفعه ما رو به بازی گرفتن یعنی رژیم رفته. شماهایی که حالا به بازی گرفتنتون با شماها دارن گفتگو میکنن، خب حداقل بشینید و حق ملت ایرانو بگیرید. به بچه های خودتون، به نواهای خودتون، به ما بیاید درس مشروطیت بدید، بیاید سازماندهی بکنید، بیاید کمک بکنید. حرفم که میزنید آقا ما رهبر سیاسی نیستیم، آقا ما چیزیم، ما فقط مفسریم. آقا جون، عزیزای من، اساتید من، بزرگای من، ما الان احتیاج به مفسر نداریم. آقای قانعی فرد، من برای اولین بار امشب میخوام با شما گفتگو کنم. ما احتیاج به مفسر نداریم، ما انقدر بیشعور نیستیم، ملت انقدر شوت نیست که بیاید براش تفسیر بکنید. این ملت حالیشه، فقط ارق ملی نداره، بی غیرتش کردن همین. و این ملت میفهمه چقدر، ملت میدونه این ساختمون چرا امروز ریخته شد زمین، ملت میدونه ساختمون پلاسکو چرا ریخ زمین، ملت امروز میفهمه سینما رکس آبادان کی آتیش زد، ملت میفهمه چرا شاه رفت، ملت میفهمه خمینی چرا اومد، ملت میفهمه چرا 8 سال جنگ شده، ملت میفهمه. بابا ملت میفهمه، ملت گوساله نیست. فقط این ملت غیرت رو ازش گرفتن. 10% الان ما تو ایران آدم غیرتمند ملی و میهن پرست داریم که میان تو خیابونا، ولی کم 10%. این هنوز جمعیت رو 5000 نفر و 10000 نفره، ما جمعیت 100000 تا و 200000 تا و 500000 تا میخوان. این نشون میده این جامعه به دلیل اینکه هنوز دارای ارق ملی نیست، ارق ملی رو ازش گرفتن، ترس و بهش غالب کردن، تمرگیده تو خونه از بالا داره نگاه میکنه میگه دارن میزنن ولش کن ولش کن. شاکیه، دوست داره بره، ولی اون ترسه تو وجودشه. مثل مادر بزرگ و پدر بزرگام و پدر مادرامون که خودشون چهار تا چیز راجع به خدا پیغمبر میگن، آخرام که استغفرالله ما هم امشب مثلا چیز شدیم، ما استغفرالله میرفت سه رکعت بیشتر نماز میخوند، در حالی که میدونست بابا چه تلخ است این قصه مردم فری.
حرف من با شما اینه، حرف ما میهن پرستان با شما اینه، ما با شما سر جنگ و دعوا نداریم، ما میگیم تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی است، ما میگیم با شعار جاوید شاه ایران نجات پیدا میکنه، ما میگیم فقط با سلاح میهن پرستی ایران نجات پیدا میکنه. ایران نه ملت قرار کلاشنکوف ازش بگیره، نه کوکتل مولوتوف میخواد، نه قمه میخواد، نه چاقو، ملت اینا رو نمیخواد، ملت سلاح میهن پرستی میخواد. ملتی که به سلاح میهن پرستی مسلط بشه دیگه احتیاج به بمب و موشک و سنگربندی و تنها رهایی جنگ مسلح اینا رو احتیاج نداره، ولی انقدر نیرو کمه دیگه ما داریم یواش یواش مجبور میشیم مردم رو به آدرس عوضی به مردم بدیم. بابا جنگ مسلحانه آدرس عوضیه، آدرس درسته نیست. من خواهی میکنیم من عبدالله من احمقم، چقدر دیگه خون بریزه، چقدر کشته بشیم، چقدر کشته بشن. خب منم میدونم چیز خطرناکیه، ولی راهی برامون باقی نذاشتید. چرا؟ به دلیل اینکه همه تون نشستین از این تلویزیون به اون تلویزیون، حالا میخواستم میگم تویله، از این تلویزیون به اون تلویزیون. وقت تفسیر نیست. اگر میهن پرست هستید، از عرض کردم اگر میهن پرست هستید مردم رو تهیج کنید، مردم رو باور این از دست رفته مردم رو مجددا به مردم باز پس بدید، به مردم بفهمونید که مردم با میهن پرستی بقدر ایران نجات پیدا میکنه. انقدر اینو به مردم بگید بابا من یه لاقوا تو 4 سال دارم اثرات کار خودم رو میبینم، حداقلش این برنامه رو که زیرش میزنه میهن پرستان این میره تو ذهن مردم، میهن پرست، میهن پرست، میهن پرست. 1400 ساله هی دارن به ما میگن حضرت ابوالفضل، حضرت امام حسین، حضرت تقی، حضرت نقی، این رفت تو چاه، این رفت تو مسترا، این رفت تو این سوراخ، این در اومد این سوراخ. خب بابا رفت تو مخمون دیگه، تعارف که نداریم که. این ملت هی باید بهش بگی میهن پرستی، میهن پرستی، ناسیونالیست، ناسیونالیست، میهن پرست، میهن پرست، رضا شاه بزرگ، میهن پرست، میهن پرست، قطار، قطار، میهن پرست، میهن پرست، رضا شاه، محمد رضا شاه، میهن پرست، میهن پرست. انقدر باید بگی که ملت خودشو باور بکنه که بابا شما ملت بزرگی هستی. لام از سبا، از دل شما آریوبرزن اومده بیرون، از دل شما یعقوب اومده بیرون، از دل شما ابو مسلم خراسانی اومده بیرون، از دل شما بابک اومده بیرون. آخه مرد شورتونه ببرن، چرا یادتون رفته؟ یواش یواش دارن یاد میگیرن. کمه کمه. چرا؟ چون یه دست آقا جون، یه دست، یه تلویزیون که تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. کمک کنید میهن پرستی رو. منم میدونم اگه شما ها برید تو فاز ناسیونالیستی که بنگاه لجن پراکنه بی بی سی دعوتتون نمیکنه، به جهنم داره، به اسفر و سافرین که دعوتتون نمیکنه، اصلا حیف شما هاست که برید تو اون تویله ها بیاید با مردم گفتگو کنید. این همه وسایل ارتباط جمعی، این همه اصلا نمیخواد تو ایران آریایی بیاید، نمیخواد اینجا بیاید. خودتون که میتونید برید، الان سر سگ میزنید دارن تلویزیون درست میکنن تو خونه هاشون، با مردم ارتباط سیاسی برقرار بکنی. حالا مومنت یه چیزی دیگه امشب براتون پخش میکنم، شماره 10. این آقای عرفان قانعی فرده، من راجع به ایشون تا حالا هیچ چه نشدید چی بگم، دروغ هم نمیگم، همیشه به دیدگاه مثبت به این آقا نگاه میکردم. این برنامه رو که دیدم ایشون هم از نظر من تموم شد، ایشون هم از چشم من افتاد، مثل اون که کلاشی که مال پانیرانیسته. چرا؟ وقتی میرید میشینید گفتگو، حالا بذارید اینو پخش کنم نگاه کنید، تا اگه جمعه بخش راجع اون کلاشی هم بهتون بگم. آخه آقای محترم، آقای قانعی فرد، من نه مثل دیگران میخوام بیام شما رو زیر سوال ببرم در ایران کجا بودی، چه کاره بودی، اصلا به من ربطی نداره. من با الانت کار دارم. من صحبتهای شما رو گوش کردم، گفتگوهای شما رو گوش کردم، خیلی هم بهتون احترام میذاشتم، میدیدم خیلی قشنگ دارید کار میکنید، حداقلش یه جورایی دارید وجدانن، دارید حقانیت پهلوی، حقانیت مشروطیت رو دارید میگید. میدونم که این برنامه رو میشنوید، میدونم به گوشتون میرسه، میدونم که میبینید. من یقین دارم هم شما میبینید، هم آقای کلاشی میبینه. میدونم، مگه میشه برنامه منی که مثل شما نبینه؟ من اینو براتون پخش میکنم که گوش کنید. آقای محترم، خیال نکنید ما مثلا میایم اینجا داد و بیدادی میکنیم، مثلا یه قمه گذاشتیم بغل دستمون، نه اینطوری هم نیست. ما داریم با زبان مبارزه میریم جلو، ما تو کوچه محله نیومدیم، ما هم نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم، ما هم یه دستی رو چهار تا کتاب کشیدیم همینطوری صلواتی. مسائلی رو نگید بعد خیال کنید که به گوش ما نمیخوره، سلطنت طلبایی که بی سوادن، بعد شما میخواید بیان بشین جزء جامعه، شما میخواید مشروطیت رو به ما نشون بدید. نه برادر داره، من اینطوری هم فکر نکنید، انقدر ما دیگه بدبخت نشدیم بابا جان. جناب مهندس، شماره 10 رو لطف ما بعد بفرمایید. نقش سیاهی چی بوده؟
CIA در اون ایام، در ایام آقای کیسی، خب خیلی علاقه من بودم به اینکه شاهزاده برگرده به ایران. این نکته جالبی برای بیننده ها، و دو سه کتاب در این مورد منتشر شده و خب خود شاهزاده پهلوی هم این کتاب ها رو دیده و خونده، و این سه کتاب که جدیدن هم منتشر شده اشاره میشه که چجوری CIA کمک کرده از یک طرف به اپوزیسیون ایرانی و علاقه مند به بازگشت شاهزاده بودن، از طرفی کانال مخفی هاشمی رفسنجانی رو در نظر گرفتن برای خرید و فروش سلاح پنهان که به ایران کنترا منجر شد، و رابطه CIA با اپوزیسیون ایرانی که در روزنامه‌های واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز هم غیر از این کتاب خاطرات اومده، اینه که محققان و پژوهشگران هم میتونن این رو دنبال بکنن. از یک سو خمینی و تروریست‌های چپ و اسلامی و شرکت کنندگان در بلوای 57 به دریوزگی در مقابل اجنبی پرداختند برای گرفتن سلاح، از اون طرف هم از رابطه CIA و عنوان پتک استفاده میکنن، میکوبن بر سر اپوزیسیون. ولی خمینی از صدام حسین رادیو گرفت، از قذافی پول گرفت، اینها رو دیگه اشاره نمیکنن. به هر حال CIA در پاریس برای جبهه آزادی نجات ایران خب کمک‌های مالی کرد. ایستگاه رادیو فارسی به عبارتی به رادیو نجات ایران در مصر را افتاد که CIA معتقد $100,000 کمک کرده، و CIA در کتاب‌هاش اومده که خب توقع کودتایی علیه خمینی نداشتن، ولی در واقع اومدن و این کمک‌ها رو انجام دادن. مثلا ماهیانه حدود $30,000 به این رادیو کمک شده، و یا اومدن و در سال 62 بعد از ترور ارتش بود اویسی در پاریس فعالیت ها به زیر سایه رفت، و روزنامه فیگارو چاپ فرانسه از شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر رئیسی که اکنون در اعتراضات سراسر کشور تنین انداز شده چیزی نیست. این روزها و از آنجایی که تظاهرات علیه افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت به سرعت سیاسی شده، ایرانیان بیشتری خشم خود را متوجه علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتصب او می کنند. آخوندها در تهران چنان خشم گیدند که علاوه بر بهانه‌های همیشگی خود، مبنی بر اینکه تحریم‌های ایالات متحده مقصر همه چیزهایی است که ایران را رنج می‌دهد، به سرعت به پلن بی استاندارد خود رجوع کردند، یعنی پلن سرکوب اعتراضات. کشتن و زندانی کردن معترضان و اعمال خاموشی اینترنت در شهرهایی که تظاهرات در آن شروع شده. اما تاکنون نه وحشیگری و نه پیشنهاد حکومت برای کمک‌های نقدی ماهانه $14 برای نیازمندان خانواده ها این آشوب را فرو ننشانده. همزمان احتمالات دیگری وجود دارد که اعتراضات همراه با افزایش قیمت اقلام ضروری افزایش یابد. خوشسالی طولانی مدت نیاز ایران به واردات غلات را افزایش داده، آن هم زمانی که دو تامین کننده اصلی غلات یعنی روسیه و اوکراین درگیر جنگ هستند. رژیم احتمالاً سرکوب را تشدید خواهد کرد، درست همانطور که در پاییز 2019 انجام داد، زمانی که با کشتن صدها معترض تظاهرات علیه افزایش قیمت سوخت که به سرعت سیاسی شده بود را خونسا کرد. در چنین شرایطی این فرصت مناسبی برای ایالات متحده خواهد بود تا با محکم کردن پیچ تحریم ها و در عین حال باز نگه داشتن اهرم کمک های بشر دوستانه از جمله در حوزه مواد غذایی فشار بر رژیم ملاها را افزایش دهد. اما دولت بایدن برعکس عمل کرده و به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریم ها را بدون مجازات نادیده بگیرد، آن هم در حالی که وزارت امور خارجه در مورد حق مسلم ایرانیان در برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان سخن میگوید. جنگ در اوکراین به جمهوری اسلامی درآمدهای بادآورده‌ای از صادرات نفت داده، چیزی که تحریم‌ها قرار بود از آن جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صادرات نفت به چین افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، در حالی که ابراهیم رئیسی افتخار می‌کند که صادرات فرآورده‌های نفتی از تابستان گذشته دو برابر شده و بودجه او برای سال مالی آینده پیش بینی می کند که درآمدهای حاصل از صادرات این محصولات دست کم 30% بیشتر از سال گذشته باشد. صادرات خام انجام
و اگر بیرون میاد باید با سند و مدرک بیرون بیاد. شما رو چه سندی، رو چه حسابی میایید؟ و یعنی من شنونده وقتی حرف شما رو میشنوم، این که اعلیحضرت منتظر CIA بشه راه سبز بده بره ایران، این حرفو خواه همه دارن میزنن، شما چطوری ادعا میکنید میگید من پژوهشگرم؟ این چه پژوهشگریه؟ اگر یه عده به عنوان مشروط خواه مثل آقای دکتر منوچهر گنجی، وزیر سابق آموزش و پرورش، که دخترشون فرمودن، من که نمیگم، دخترشون فرمودن که 2 میلیون دلار از CIA گرفتن و به گفته دخترشون، نه فقط ایشون که خیلی ها رفتن از CIA پول گرفتن، این چه دخلی به اعلیحضرت داره؟ کجا اعلیحضرت خودشون میدانند که قراره مثلا یه چیزایی بشه؟ بعد جناب اگر قرار بوده که یه چیزایی بشه، پس چرا آریل شارون رو ترورش کردن، اون برای سر جا بودن؟ آخه مگه میشه CIA بیاد به ما خواهان بازگشت ایشون باشه و بعد عکسش پادشاه مملکت رو در سن و سال جوانی بذارید بغل دست جیمی کارتر که اصلا این عکس دخلی نداشته به بعد از شورش 57 که ایشون هیچ ملاقاتی با این ابله نداشته، با این جیمی کارتر؟ بعد شما بیاید مدعی بشید که CIA خیلی دوست داره که خاندان پهلوی برگرده. من بسیار بسیار سپاسگزارم از CIA. آقای CIA خیلی thank you very 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 بدجوری ماچ، لطف و محبت بفرمایید، ما رو برگردونید، شاه ما رو برگردونید ایران. لعنت به پدر مادر کسی که این کارو نکنه. اگر اینا قرار باشه چراغ سبز بدن یا کمک کنن پادشاه رو برگردونن به ایران، پس چرا پدرش رو از اون مملکت به اون شکل میبرن بیرون؟ پس چرا 40 سال دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ پس چرا تو الجزایر به گفته آشیخ مهدی بازرگان، آقای قانیفر شما سنتون از من کمتره، اون دوران یادتون نمیاد، آشیخ مهدی بازرگان میگه، من نمیگم، وقتی به سر جنگ و دعوا رسید روزهای آخر که سرطان گرفته و داشت میمرد، خودش گفت، گفت در الجزیره ما خواستیم به آمریکایی‌ها گفتیم دست از سر ما وردار، به ما چک 50 ساله بده تا ما گروگانا رو بریم آزاد کنیم. آمریکا قبول کرد، آمریکا اینا رو سر کار آورده. سال 57 یک کودتای آمریکایی انگلیسی بر علیه نظام برحق و انسانی شاهنشاهی بود. بعد حالا امریکایی دلشون سوخته که رضا پهلوی وارث تاج و تخت ببره ایران و ایشون هم خودش میدونه، رفته کتابا رو خونده. این چه فرمایشاتی شما میکنید؟ اونم در اون تلویزیون. شما وقتی میخواید صحبت بکنید راجع به پادشاه ما، چون ایشون پادشاه ماست اینطوری که مشخصه، فقط پادشاه میان پرستانه از قرار معلوم، مثل که پادشاه هیچ کس نیست ایشون. شما وقتی میخواید راجع به پادشاه صحبت کنید، لطف و محبت بفرمایید، تشریف بیارید با ما گفتگو کنید. اگر میبینید ما مجبوریم اینجا بشینیم با یه ادبیات دیگه صحبت بکنیم، ما بچه تو خیابون نیستیم، از محله معروف تهران مثل حسین گیل نیومدیم اینجا بشینیم، یا مثل این لجن جلسی ها. ما مجبوریم با این ادبیات با اینا صحبت بکنیم، وگرنه من فکر نمیکنم نسبت به شما ما کم و کسری بیاریم، الحمدلله رب العالمین، نسبت به گفتار شما. شما 500 کتاب خوندیم، ما 5 تا کتاب خاکاشو پاک کردیم، ولی کمی نمیاریم نسبت به شما. اگه قرار باشه ما در برابر شماها کم بیاریم، خب پس هیچی دیگه. این که شما تو 4 جلسه رفتید و پای تخت دارید به 4 نفر دیگه مسائلی رو میگید، این دلیل نیست که شما استاد شدید مثلا ما نشستیم تایی کلاس. ملاحظه فرمودی؟ ما هم بلدیم با هر شخصیتی چگونه گفتگو کنیم، همونطور که من الان دارم در حد شخصیت شما با شما گفتگو میکنم، اسمتونم دارم میارم، کاملا برنامه‌تون هم نشون دادم، اون قسمت مورد نظر رو نشون دادم. بنابراین ازتون خواهش میکنم، یعنی خواهش نمیکنم، چون من اساسا از امثال شما هیچ وقت خواهش نخواهم کرد، نه ازتون میخوام که وقتی میخواید راجع به یه موضوعی صحبت بفرمایید دقت بکنید، چون ما همه جا هستیم و همه چی رو ضبط میکنیم و همه چی رو میشنویم، همه چی ضبط میشه، تو آرشیو میاد. همونطوری که ما میدونیم چه ایده‌ای به اسم مشروطه چیه قلابی در ما نفوذ کردن و زیر نام پادشاه میخوان ضربه بزنن، فراجناهی و چه و چه و عکس پادشاه رو نیارید و یه عده ناراحت میشن و جاوید شاه نگید، همه اینا ضبط شده، شناسایی شدن، به خاطر همینه میان پرستون دنبال اونا نمیرن. واسه خاطر همینه که اینا که به خودشون میگن مشروطه چی حزب درست کردن، مورد تنفر میهن پرستان هستن، نه مورد انتقاد، مورد تنفر ما هستن.
این درسته که دنیا ما رو حذف کرده، این درسته که دنیا دمپر ما میهن پرستان نمیاد، این درسته که امروز دنیا داره با شماها گفتگو میکنه و ما فعلا حذفیم، اما دنیا ما رو حذف کرده، ما که حذف نشدیم، که ما هنوز هستیم، سر جامون نشستیم. این که شما میایی اون مطالب راجع به تیمسار سپه و تیمسار ارتش بود اویسی میفرمایی، اینطوری هم نیست که شما میفرمایید، یا راجع به تیمسار آریانا اونور قضیه هم بگید که اسرائیل چه بلایی سر تیمسار آریانا آورد. چرا میترسید از اسرائیل؟ چون ما میهن پرستان، پهلوی ها دست و بالمون بسته است، چیزی نداریم، پس همینطور باید مورد چک و لگد واقع بشیم، ولی نباید مثلا به باند منشه امیر چیزی بگیم. چرا؟ چون پشتش توپ دلار و توپ و تفنگ و موساد خوابیده. یا ما میهن پرستیم یا نیستیم. اگر هستیم خود سینه سپر کردیم، میگیم مرگ یه بار شیون یه بار، و همطوری که فریدون فرخزاد عزیز گفت، نه زندگی اینقدر شیرینه که آدم بخواد دو دستی به چسبتش، اونم تو این دوران وانفسایی که زردی تو خون شده مثل سفیدیش، نه مرگ اینقدر تلخه که آدم بره زیر پتو. ما به دنیا چی بدهکاریم؟ مثلا قراره من چند سال دیگه عمر بکنم؟ 120 سال که تو دهن ما ایرانی ها هست، تعارف که نداریم که. خب بعد چی؟ بعد مرگ دیگه. اسرائیل همیشه پشت در خونه ما هست. این شطوریه که در خونه همه خوابیده، هیچ وقت هم این آقا شطوره بلد نمی کنه. پس چه بهتر که آدم مردونه از دنیا بره. حداقل این آدمایی که دور و برش نشستن میشناسن، حتی دشمن، بابا دشمن من اومده به من داره میگه من دشمنتم، از صبح تا شبم دارم به فوش میدم، ولی رضا احمدی فلون شده با فوشای خارماده، خیلی دمت گرم که اینطوری تو دهن این اون میزنی. همه اینا رو من نگر داشته، این برام افتخاره. دشمنم فهمید که من سر تعظیم در برابر هیچ کس پایین نمیارم، جز در برابر پادشاهم، جز در برابر ملتم، جز در برابر کشورم. بنابراین وقتی مسائلی رو عنوان میکنید، بدونید که گوش شنوا هست، ما میشنویم و میدونیم شماها داستان رو میخواید کجا ببرید. اینکه بیان بگن CIA عکس پادشاه رو رو تلویزیون نخه، من اون موقع خودم تو هند بودم، کیهان لندن یک ایرانی اونجا دسترسی داشت و واسش میآوردن و فلان اینا. وقتی که من نگاه کردم، بله علازت رو چند دقیقه پخش کردن روی تلویزیون. خب اگر CIA قدرت داره که شاه مملکت منو، اونم اون موقع، نه الان که دوران دیگه هک کردن و ایناست، عکس پادشاه مملکت منو، پیام علازت رو پخش کنه تو تلویزیون، خب چرا CIA الان 35 سال من تو این مملکت، چرا تو این 35 سال این کارو نکرده؟ چرا بیل کلینتون 8 سال حاضر نشد با پادشاه مملکت من گفتگو کنه؟ چرا حاج حسین اوباما نامه میده میگه شما حق فعالیت سیاسی ندارید؟ حاج حسین اوباما قوی تره یا CIA قوی تره؟ کلینتون قوی تره یا CIA قوی تره؟ به هر حال هرچی یارو دست کلن که نیست، رئیس جمهور دیگه، نه؟ پس میتونه به سازمان اطلاعات و امنیت، به سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی امریکا بگه این آقا رو صدا کنید، بیایم بشیم تو کاخ باهاش گفتگو کنیم، ما میخوایم این آقا رو ببریم ایران. مگه نمیگن کودتای 28 کودتای ننگین 28 مرداد؟ خب یه دونه کودتای ننگین 28 مرداد هم درست کنید. یعنی برای CIA اینقدر سخته که بر علیه آخوند چرتوی دوزاری یقه شپشو کودتا نمیتونه بکنه که رضا پهلوی رو ببرن ایران. اگر اینا اینقدر بیورزن، پس غلط زیادی میکنن، دهن باز میکنن، میگن عراق رو ما اینطوری کردیم، لیبی رو ما اینطوری کردیم، چین رو ما اینطوری دست و پاشو گشتیم تو گردو، بازی اوکراین دست ماست، بازی یوگسلاوی دست ما بوده، پس شاخان باخانه. اگر نه اینقدر قدرت دارن، خب دیگه اینقدر آب و تاب دادنش نداره. نه آقای قانیفرد، اینطوری نیست. اینطوری که شما میفرمایید، این قسمت این داستان اینطوری نیست که نشستید پیش اون یارو دارید میگید اینا رو. قسمت داستان اینیه که ما میهن پرستان به شما میگیم. در 1970 تصمیم جهان بر این بود که محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران باید حذف بشه. این حرفای معده‌ای نیست، این حرفایی که هزاران نسخه کتاب، فیلم، روزنامه، تفسیر، تصویر، همه چی هست، همه نوع مدارک موجود است. این فقط این نیست که شما رفتی واشنگتن پست رو یه دست بهش زدی، لس آنجلس تایمز رو دست زدی. ما هم چهار تا میهن پرست داریم که انگلیسی و اسپانیایی و پرتغالی و آلمانی و هندی و عربی و همه چی بلد باشه. ما هم داریم بین بچه‌های میهن پرست آدمای باسواد، فقط بخش شما باسواد نیست،
بخش ما باسواده، ما رو به بازی نمیگیرن، شماها رو به بازی میگیرن. چرا؟ چون دنیا میدونه با کی باید بازی کنه. دنیا قرار نیست با پهلویسم بازی بکنه، دنیا قراره با شماها فعلا، با مهره شماها بازی کنه. واسه خاطر همینه که اینتر آشغال یه مرتبه یابو برش میداره و میاد میگه اینستاگرام داره حذف میکنه، فلان میکنه، اون جنگولای بازی رو میندازه. تمام حرف چیه؟ تمام حرف اینه که به ما دستور دادن فقط معصوم قومی رو کانالشو اسمشو حذف بکنیم. بازی اینه، بازی این هستش که معصوم قومی ها، شرماورها، احمد باطله ها و بقیه باطله ها، باطل شده ها از نظر ما میهن پرستان، اونا علم بشن. بازی حذف میهن پرستانه. بازی از 1970 که خدایگان بر اوضاع مسلط شد حذف پهلویسمه، نه حذف پهلوی. پهلوی یه نفر بود، کشتنش تموم شد. تفکر پهلویسم باید حذف بشود. چیزی به نام پهلویسم نباید دیگه تو دنیا وجود داشته باشد، چون تفکر پهلویسم زهره، مثل زهره مار میمونه برای کپیتالیسم، برای کمونیسم، برای همه شماها. شخص شما نمیگم، برای جهانیان. دنیا خواهان یک نوع آنارشیسم در جهانه. دنیا دنبال مونارشیست نیست، فقط یه دونه مونارش باید بمونه، اونم تو لندنه. دنیا دنبال این داستانه. بنابراین وقتی که انسان میخواد در معقوله بیاد وارد یه داستانی بشه و گفتگو بکنه، بهترین هستش که یک سونگری نکنید. چون همین الان شما کاری کردید، شما با این حرفاتون، با این فرمایشاتتون کاری کردید من آدمی که اگر برای شما آدم مثبتی نمی بودم، حداقل تعریف شما رو بشه 4 نفر میکردم. بذارین خیلی بی پرده بگم، تبلیغ شما رو بشه 10 نفر میکردم. آقا برید حرفای آقا رو گوش کنید، ایشون به هر حال داره مسائل رو خیلی قشنگ بررسی میکنه. اما شما از من الان یه دشمن ساختی، نه دشمنی که سرتون رو ببرم، نه، ولی منتقدم نه. تموم شد، شما رفتی تو جزء داستان آهای کلاشی و بقیه ماجراها، چون فرمایشات ایشون هم دیدم نشسته بود در همون تلویزیون با همون نه آقا صحبت میکرد. ما گوش میکنیم، ما میشنویم حرفای شما رو. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آدم باید آدم باشه. ما ایرونی هستیم آقا، ما میتونیم مخالف هم باشیم. من مخالف شما، مگه الان اسلحه برشم شما رو میکشم؟ مخالف همین، من مخالفش، من مخالف تفکر، مخالف انسانهایی هستم که ضد پهلویستن. نگفتم مخالف انسانهایی هستم که ضد رضا پهلوی، ضد محمد رضا پهلوی، ضد رضا خان پهلوی هم. من اینو نگفتم. مخالف پهلویستن. من در برابر کسانی که مخالف فلسفه پهلویستن ایستادم، میستم، محکمم میستم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی تجدید نظر، و سعیم نکنید لطفا دشمن رو شاد کنید. اونایی که اونجا میشینید دشمنن، اونا دوست نیستن، دوست ماییم. با ما گفتگو کنید، نمیخوایم نکنید، ما پاسخ میدیم همینطوری که دادیم. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی و سرکار بانو مهناز عزیز، اسامی بچه‌ها رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم تا چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. عاشق خاندان پهلوی از استرالیا $30 سپاس از شما. آقا سعید از آلمان $10 سپاس از شما. آقای شهرام سندپناه $200 سپاس از شما. آقای دیوید میم $100 سپاس از شما. سرکار بانو منیر و آقا خسروی گل از تورنتو $100 سپاس از شما. سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم $40 سپاس از شما. ممنونتونم. روبرت جان نثار پهلوی از شیکاگو $100 سپاس روبرت جان. سرباز دور از وطن $50 سپاس از شما آقای روبرت عزیز. و سرکار بانو ماندانام $50. با یک جهان سپاس از همه شما خانم آقایون، لطف و محبت کردید، پشت سر پادشاهتون بیستید، لباس بی غیرتی رو در بیارید و لباس میهن، اجازه بدید جمله رو مجددا عرض کنم، لباس بی غیرتی رو در بیاوریم و لباس میهن پرستی بنتن بکنیم. جز این 100 تا سینما رکس آبادان دیگه تو نقشه شونه که برای اون پیاده کنن. اینم نقشه بود، آبادانمونم سیاپوش کردن. شاد پیروز باشید. تا چهارشنبه پاینده باد ایران، تا ابد جاوید شاه، زنده و جاوید باد
سلسله پهلوی تا ما میهن پرستان هستیم نمیذاریم فلسفه پهلویست در ایران به دستور هر کسی و ناکسی از بین بره. ما پهلویست رو برمیگردونیم اگر بمیریم، چون اومدیم بمیریم، باید بمیریم که پهلویست رو برگردونیم. آینده ایران جاوید شاه.